سلام و ادب و احترام خدمت همه دانش آموزای عزیز، دختر خانم ها و آقا پسرای گل. من احسان کرمی هستم، دبیر فیزیک. امروز با اولین جلسه همایش نکته و تست کنکور 99 خدمتتون هستم. البته جلسه امروز رو تحت عنوان جلسه صفر داریم خدمتتون ارائه میدیم، یعنی یه جلسه ای هستش که تو طرح درسمون نیست. مباحثی که اعلام میکنیم و درس میدیم رو دوباره توی در واقع طرح درس خودش در تاریخ خودش قطعا دوباره تدریس میشه. هدف اینه که امروز با کلیات کار نکته و تست من آشنا بشید و بدونی که به هر حال این کلاسی که قراره برای شما برگزار کنیم و کلی هم در موردش قبلا حرف زدیم چه اتفاقاتی میخواد بیفته. چند تا موضوع رو بهتون بگم. یکی اینکه من امروز قطعا کامنت های شما رو کمتر میخونم، به خاطر اینکه خب دیگه کلاس ضمن سال نیست، کلاس نکته و تسته و سعی میکنم که حالا به هر جایی که لازم باشه شما رو مشارکت بدم، ولی خب کمتر شما کامنت میذارید بیشتر گوش میکنید. حواست باشه دارم چی میگم، کمتر کامنت میذارید بیشتر گوش میکنید، چون لحظه به لحظه کلاس نکته و تست پر از نکات مهمه و شما نباید هیچ نکته ای رو از دست بدین. این یه نکته، یعنی کمتر چت کنید لطفاًم. الان من باز میبینم یه سری دارن چت میکنن، به هیچ عنوان بچه‌ها خواهش که ازتون میکنم چت نکنید. اتفاقی که میفته همیشه اینه که خدا رو شکر ما تو کلاسام بچه‌ها خوب حرف گوش میکنن. دوستانی هم که مهمان هستن و برای اولین بار داریم با هم دیگه آشنا میشیم، دوستانم حتما رعایت کنن، کمتر چت کنید و فقط گوش کنید ببینید من چی میخوام بهتون بگم. لحظه به لحظه این کلاس براتون مهمه، لحظه به لحظه این کلاس براتون پر از نکات قطعا مهم و جدید شاید باشه. و خب سبکش هم با کلاس ضمن سالمون فرق میکنه. تو کلاس ضمن سال ما بیشتر یک موضوع رو بست و گسترش میدادیم و به صورت موشکافانه بررسی میکردیم، ولی خب دیگه تو کلاس نکته و تست تمام تلاشمون اینه که بتونیم با یک سرعت منطقی، نه خیلی زیاد نه خیلی کند، یه ذره سریع تریم نسبت به کلاسه ضمن سال، ولی اونجوری نیست که شما اصلا اذیت بشین، با یک سرعت منطقی بتونیم تمام نکاتی که باید تو اون طرح درسمون به شما ارائه بدیم رو ارائه بدیم. بنابراین در کلاس نکته و تست کمتر کامنت میذارید، من کمتر کامنت میخونم، پس شما هم رعایت کنید کامنت نذارید. سوال داشته باشید سعی میکنم جواب بدم، و مهمتر از همه اینه که شما حواستون باشه که لحظه به لحظه کلاس رو استفاده کنید. کلاس در واقع فیلم آفلاین این کلاس رو بهتون میدیم، نگران نباشین. حالا برای جلسه صفر که قطعا در اختیار همه قرار میگیره، چون که یه جلسه رایگان برای همه بوده، ولی از جلسات بعدم بچه‌ای که ثبت نام میکنن تو پنل شخصی خودشون قطعا فیلم‌ها قرار میگیره و میتونن استفاده کنن. اما من یه مقدار در مورد روند کلاس هم میخوام توضیح بدم. اصلا تو کلاس نکته و تست ما قراره چه اتفاقی بیفته رو من میخوام کامل بهتون توضیح بدم، و بعدش هم شروع کنیم به درسمون که امروز طبق برنامه صفرمون میخوایم بریم جلو. آقا کلاس نکته و تست ما بچه از سه جزء اصلی تشکیل شده که خب من هر کدوم رو توضیح میدم و شما باید بدونی که تو این کلاس رفتار شما باید به چه شکل باشه. آقا نکته و تست سه تا قسمت داره. یه سری فعالیت ها شما باید قبل از کلاس من انجام بدید، یعنی مثلا اگه جلسه اول من قرار چگالی و فشار درس بدم، قبل از جلسه اول شما باید برید یه سری کارا انجام بدید که اینجا میشه نمونش حرف میزنیم، جزوه پشتیبان. بعد خود کلاس رو برای شما برگزار میکنیم که خب ایشالا همه سر موقع و سر وقت، بدون غیبت، بدون غیبت، چون دیگه واقعا دارم بهتون میگم لحظه به لحظه این کلاس برای شما سرنوشت سازه، بدون غیبت تو کلاس اصلی به موقع حضور پیدا میکنی. و بعدش بعد از جلسه هم که من برای شما یه سری آزمون ها ترتیب میدم که در مورد اینا میخوایم حرف بزنیم. جزوه پشتیبان چیه؟ ببین بچه‌ها، یکی از هدفهای ما اینه که دانش آموزی که خیلی خیلی کم فیزیک خونده یا شاید اصلا نخونده به معنی واقعی صفر مطلقه، باز بتونه تو کلاس ما باشه و از کلاس استفاده کنه. این هم در حد شعار نیست که بگیم آقا صفر بیای بیرون میشی 70-80%. خیر، دانش آموزی که صفر میاد بیرون تلاش باید بکنه، من بهش متریال و در واقع داده هامو میدم، تو کلاس من اکتیو باشه و خوب گوش کنه، کارهای منو بعد از کلاس انجام بده، قطعا نتیجه میگیره، قطعا نتیجه میگیره. برای دانش آموزایی که یه مقدار مفاهیم یادشون رفته، تو کلاس من اصلا در ضمن سال نبودن، خب خیلی از شما ممکن اصلا کلاس من رو شرکت نکردین در ضمن سال. برای بچه‌هایی که یه سری از در واقع بچه‌هایی که نبودن سر کلاس ما، یا به هر حال مفاهیم رو یادشون رفته، کلاس منو میومده میگه آقا من الان یادم رفته شما در مورد کار انرژی به اون چی گفتی،
برای 6 ماه پیش من یادم رفته. ما اومدیم یه جزوه پشتیبان گذاشتیم. جزوه پشتیبان چیه؟ خدمت شما عرض کنم بچه‌ها، در مورد جزوه پشتیبان که من اینجا آوردمش، توضیحاتم رو این شکلی بدم که یه جزوه آماده کردیم تقریبا بالای 200، بین 200 تا 250 تا تست داخلش گذاشیم. هر فصل بین 15 تا 20 تا تست داره و هدف از حالا این طرح درسی که خب من دارم اینو، فکر کنم خیلیتون دیدید مثلا جلسه اول چگالی ویژگی ماده و فشار، قبل از هر جلسه دانش آموز باید بیاد جزوه پشتیبان اون فصل رو بخونه، که حالا من یه جزوه کامل بهتون میدم، یعنی جوری نیست که برای هر فصل یه جزوه بدم، یه جزوه پشتیبان میگیره که همه فصل داخلشه. به عنوان مثال من حرکت شناسی برای شما الان آوردم، تمام مفاهیم حرکت شناسی، تمام مفاهیم حرکت شناسی که یه دانش آموز برای زدن یک تست کنکور لازم داره رو اینجا آوردم. ببین بردار جابجایی، تعریفش، فرمولش، مسافت، تعریفش، حالتهای مختلفش، برای اینکه مسافت رو تشخیص بدیم چه کارهایی باید انجام بدیم الی آخر. حتی یه سری مثالهای خیلی ساده با حلشون هم اینجا گذاشتم که تو عروش بخونی کامل متوجه میشی. یعنی ریز به ریز نکات رو در هر فصل استخراج کردم برای شما گذاشتم. یعنی یه دانش آموز قبل از اینکه تو کلاس من باشه دیگه باید فرمول بلد باشه دیگه. وقتی میگم شتاب متوسط باید بدون دلتا وی به دلتا تیه. خب من اینو تو این جزوه برای شما آماده کردم. بعد حالا نکات مربوط به نمودارها و الاخر. پس جزوه پشتیبان یک خلاصه نکات مفید و کاربردی از هر فصله که دانش آموز باید قبل از نکته و تست بخونه. آخر هر فصل در واقع جزوه پشتیبان شما، من اومدم یه کاری انجام دادم، این کاری که امسال اضافه کردم، تا پارسال نبوده، تا پارسال این کاری که من دارم الان بهتون میگم کاری که امسال اضافه شده. کاری که انجام دادم اینه بچه ها، اومدم برای شما 20 سوال تیپ ساده و پرتکرار، هم تو امتحانایی خیلی تکرار میشه هم تو کنکورها، یعنی دانش آموزی که بخواد الفبای حرکت شناسی رو بلد باشه و بتونه این تستا رو جواب بده. 20 سوال نه خیلی سنگین، سوالای هدفمند تیپ که یه دانش آموز اگه اون 20 تا رو حل کنه یک مرور اجمالی روی فصل خواهد داشت رو برای شما آوردم. نگاه کنید، سوال یک پاسخش اینجا نوشتم الی آخر، که به هر حال سوال 6، حالا 20 سوال دیگه این جلوتر که بریم تعداد سوالش کامل مشخصه، من 20 سوال برای شما حل کردم. یه کار جدیدی هم که امسال انجام دادم، خب شما میدونید دیگه همیشه میگن کنکور سراسری از کجا مطرح میشه؟ از کتاب درسی. تمرینای آخر فصل کتاب درسی خیلی مهمه و اغلب دبیرها بهش توجه نمی‌کنه، دبیر مدرسه‌تون هم بهشون توجه نمی‌کنن، دبیرای کنکور هم تو اون داستان‌هایی که خودشون دارن کمتر توجه می‌کنن، نمی‌خوام بگم توجه نمی‌کنن. من یه کاری که انجام دادم اینه که تو هر فصل اومدم حتی مثال‌های مهم اون فصل رو که از نظر من تو نظام قدیم نبوده و تو نظام جدید اضافه شده و هنوز تو کنکور 98 ازش سوال مطرح نشده رو استخراج کردم براتون تشریح حل کردم. یعنی این مجموعه که من برای شما الان آماده کردم تو مثلا فصل حرکت شناسی 15 تا تست داره، بعد اومدم مثال‌های آخر فصل که از نظر خودم مهم بوده رو به روش تشریح براتون حل کردم که دانش آموز یک بار جایگذاری، روابط، همون چیزایی که خلاصه خونده رو یه بار ببینه که چجوری بعد ازش استفاده کنه. اینا رو همه رو براتون آوردم. حالا مشکلی که پیش میواد اینه که خود دانش آموز وقتی اینو میخواد بخونه یه ذره ارتباط نمیگیره دیگه، کل جواب میبینه میره وسطش میخونه، نظم فکری پیدا نمیکنه. برای که شما نظم فکری پیدا کنید، تمام پروسه حل این سوالات رو که خودم انجام دادم رو ازش فیلم گرفتم، یعنی از سوال یکی که برای شما حل کردم فیلم گرفتم و براتون رو سایت آپلود کردم. اینجا یه هایپر لینک گذاشتم، به محض اینکه روی این لینک شما کلیک میکنید، رو پی دی افی که بهتون میدم یه هایپر لینک، رو هایپر لینک کلیک میکنید یه پیجی براتون باز میشه که من اینجا دیگه بازش کردم و تمام سوالات مربوط به همون فصل رو اینجا برای شما تو این فیلمه میتونید ببینید. خب نگاه کن، این دقیقا فیلم همون نکاتیه که من براتون حل کردم، همون فیلمه. شما پاسخشو داری؟
اگر با پاسخ کارت راه افتاد که راه افتاد، اما اگر راه نیفتاد دانش آموز من میاد این فیلم رو نگاه میکنه. خب نگاه کنید، من حالا الان به اینترنت وصلیم، یه مقدار کدره به خاطر اینکه داره لود میکنه. این روند حل سوال. پس چی شد؟ ما برای جزو پشتیبان پاسخ هایی که گذاشتیم هیچی، فیلم آموزشیشون هم گذاشتیم. ببین من مرحله به مرحله وقتی دارم حل میکنم همه رو فیلم گرفتم و براتون روی سایت آورد. یعنی شما 220 تا تست رو وقتی برید روی لینکشون کلیک کنید میتونید برید فیلم آموزشیشون هم ببینید. برای کی؟ برای دانش آموزی که به هر دلیلی روابط و ساده ترین چیزهای اون فصل رو یادش رفته. آقا صفر صفری اشکال نداره، بیا برو این 20 سوال رو ببین، فیلمش هم نگاه کن، بعد بیا تو کلاس من که اینجا من می‌نویسم شتاب متوسط دلتا وی به دلتا تی شاخ در نیاری آقا این از کجا اومد. پس ببین تو باید بری کارت و وظیفت رو قبل از من خوب انجام بده. کلی برات وقت گذاشتم، جزوه پشتیبان و فیلم پشتیبان برات آماده کردم، فقط تو باید بری اینا رو بشینی بخونی و فیلماشو نگاه کنی. قبل از کلاس من بیا سر کلاس بشینی. سر کلاس تمام تلاش من حل تست های با کیفیت و مشابه کنکور سراسریه. یعنی من دیگه یه تستی که اینجا گذاشتم یه تستی بوده که پیش و پا افتاده است برای آموزشه، برای اینکه تو بیای وارد داستان بشی یه مقدار ارتباط بگیری با اون مفاهیم. اونه دیگه نمیارم تو جزوه اصلی شما. تستایی که حل میکنیم که حالا امروز تیپش رو نگاه میکنیم همش تستاییه که احتمالی کنکور 99. یعنی کلی روش فکر کردیم، کلی منابع آموزشی رو بالا پایین کردیم، آزمون‌های قلمچی و گاج و نمیدونم گزینه دو و سنجش و ورق زدیم، سوالای با کیفیتشون رو پیدا کردیم، بعد اومدیم خودمون با توجه به اتفاقاتی که سالهای قبل افتاده، سوالایی که اومده و سوالایی که نیومده پیشبینی کردیم که آقا این سوالا میاد، پیشبینی کردیم که این سوالا میاد، بنابراین اون سوالا رو برای شما سر کلاس من حل میکنم. این شد جزوه پشتیبان. جزوه پشتیبان رو من توضیح دادم. اما بحث بعدیمون چیه؟ خب ما جزوه پشتیبان رو فهمیدیم، قسمت دوم کلاس اصلیه. برای شرکت تو کلاس اصلی من کاری که انجام میدید اینه که خب طبیعتاً یک جزوه هفته به هفته و جلسه به جلسه به شما تحویل داده میشه. دانش آموزی که ثبت نام همایش میکنن یه پنلی دارن، تو اون پنل یا تو حالا در واقع فضایی که براشون ایجاد میشه جزوه آپلود میشه چند ساعت قبل از کلاس و بعد تو کلاس حضور پیدا میکنن، سر کلاس تدریس میشه و پرش میکنن. پس جزوه کلاس اصلی قبل از هر کلاس آماده میشه. ما این امکان رو داریم که یه دفعه کل جزوه رو به شما بدیم، ولی به دلایلی که خودمون میدونیم این کار رو نمیکنیم. سعی میکنیم که جزوه رو هر جلسه به شما بدیم و شما هم قبل از هر جلسه جزوه رو نگه میدارید، حالا میرید کپی میکنید، هر کاری که میخواید انجام بدید انجام میدید و در کلاس تشریف میارید و پرش میکنید. پس ما در کلاس خودمون هم یه جزوه داریم که این نیست دیگه، جزوه اصلی کلاس همایشه و آزمونه جامعه مبحثی و تجمعی. اینم یه کاری که امسال دارم انجام میدم. ببینید دوتا ما پارسال جزوه پشتیبان داشتیم ولی فیلم پشتیبان نداشتیم. یعنی پارسال دانش آموزای من جزوه پشتیبان داشتن، اونایی که تو همش من شرکت کردن میدونن جزوه پشتیبان داشتن، اما فیلم آموزشی پشتیبان نداشتن. این کاری که امسال انجام دادیم و خیلی هم وقتگیر بوده، خیلی هم زمان‌بر بوده، ولی فکر می‌کنم ان شاءالله نتایج خوبی برای شما داشته باشه. و این کارم جدیده، پارسال هم آزمون می‌گرفتیم ولی امسال اومدیم با یه ایده دیگه این آزمونا رو می‌گیریم، آزمون‌های مبحثی تجمعی. یعنی چی؟ آقا من جلسه اول اومدم به تو چگالی درس دادم با فشار، از شما یک آزمون 20 سواله از چگالی و فشار میگیریم. جلسه دوم میایم به شما گرما درس میدیم، بعد از تموم شدن گرما یه آزمون 30 سواله میگیریم که 15 تاش فشاره، یعنی فشاری که قبلا آزمون گرفتیم بازم میگیریم و 15 تا گرما بهش اضافه میشه. جلسه سوم فرض بفهمید حرکت شناسی درس دادم، شما فشار، گرما
و حرکت رو بعدش بعد آزمون بدید. 10 تا 10 تا 10 تا. بچه تجمعیه، یعنی فشار رو شما اولین جلسه که دارید یاد میگیرید رو تا آخرین روز همایش تو تستا باز میبینید، برای اینکه فراموش نکنه، برای اینکه این مرور بشه برای شما. پس من هر آزمونی که اضافه میکنم قبلیام داخلش هستن، 30 سوال هم که میگیرم به خاطر استاندارد داله کنکور تجربی که 30 تا سواله و بیشتر مخاطبای ما حالا چون تجربی هستن، البته شاید این کارو بتونیم برای ریاضیا بکنیم که اونو 45 تا طراحی کنیم، اونم فکر کردیم راجبش، نگرانی نداره. اما میخوام بهتون بگم آزمون تجمعی مبحثی یه کار فوق‌العاده است. آقا مگه میشه تو بیای جزوه پشتیبان منو بخونی، فیلمای پشتیبان منو یاد بگیری، 20 تا تسته، بعد بیای تو کلاس نکته و تست من، حداقل تو هر فصل ما بین 25 تا 30 تا تست میزنیم، بین 25 تا 30 تا تست خوب با کیفیت بهت یاد بدم، بعد بگم برو بشین آزمون با کیفیت بده، بعد این کارو 12 بار برات تکرار کنم تا یک هفته قبل از کنکور سراسری، بعد تو نتیجه نگیری دیگه، گلابی هم باشه قطعا نتیجه میگیری. یعنی من ایمان دارم به این کار، ایمان دارم شما رو مثل یک مربی بدنساز که از روز اول میرید بهتون برنامه میده و برنامه میارتتون جلو، برای تک تک روزهاتون تو زمان پایانی برنامه‌ریزی کردم و خیالتون راحت، فقط کارای منو باید درست انجام بدید. از همین الانم هم دارم بهتون میگم اگر کار درست انجام بشه قطعا نتیجه میگیرید. خب اینم در مورد آزمون‌های جامعه مبحث. بعد کلاس نکته و تست 3 تا بخش کلی داره، 3 تا بال داره، 2 تا بال که میگن دیگه، 3 تا قسمت داره، جزوه پشتیبان و فیلم‌های پشتیبان، کلاس اصلی و بعدش آزمون‌های تجمعی که از شما گرفته میشه برای اینکه آمادگیتون حفظ بشه. با این پلن بچه‌ها تلاشم اینه که شما رو به شرایط خوب برسونم. اما در مورد کاری که خودمون داریم، آقای مهندس ما کامنت بچه‌ها رو نداریم، اگر میشه بیان کامنت رو من بدین. حسین، آقای ادیبی، کامنت ها رو من ندارم. خب آقا من خروجی همایش پارسالم آوردم اینجا، یه بار با هم ببینید، هرچند که تو کانال ها و اینستاگرام خودم اینو ما ترسانی کردیم. ببینید ما پارسال همایش جمع‌بندی که داشتیم 83% توی کنکور تجربی مشابهت سوال داشتیم، 25 سوال از 30 تا سوال رو من تو همایشم هم حل کرده بودم. اونایی که لفظ عیناً آوردم یعنی همون تست فقط عددش عوض شده، اونایی که نوشتم مطابق یعنی فضا همون فضا، اگه من ایکس گفتم چنده اون گفته ایگرگ چنده. خب یعنی حتی با این دستبندی هم من این کار انجام دادم، شماره تست کنکور سراسری و شماره سوال توی جزوه همایش خودم آوردم، اینو پارسال منتشر کردم، الانم دارم به شما نشون میدم. خیالتون راحت، ما کارمونو بلدیم و قطعا امسالم کمتر از این که نمیشه بهتر از این هم خواهد شد. برای تجربه ما پارسال 83% مشابهت کنکور داشتیم، برای ریاضی که فوق‌العاده بود، ببینین قرمز همه عیناً، چقدر این عیناً تکرار شده. من چقدر تماس داشتم پارسال بچه ریاضی که زنگ میزنم گفتم آقا ما فکر میکردیم جزء همایش جلومونه و داریم اونو واقعا حل میکنیم. خب واقعا تو ریاضی فوق‌العاده بودیم، 42 تا سوال از 45 سوال توی جزء همایش ریاضیمون بود و اینم خب نشون داد که ما پارسال هم خدا رو شکر نتایج خیلی خوبی توی همایش جمع‌بندی داشتیم. امیدوارم که امسال این عدده به 100 هم نزدیک شه. در مورد درس فیزیک خیلی نمیخوام حرف بزنم، ولی یک در واقع محدوده ای از درصدها تو درس فیزیک برای کنکور 98 تجربی اگر نگاه کنید، تقریبا اینجا بچه ها دانش آموزانی که من فقط میخوام هلوش 50 تا 60% رو بگم که شما برای رشته پزشکی میتونید با 50-60% تقریبا بچه ها میتونن پزشکی قبول شن. افرادی که 50-60% تونستن فیزیک جواب بدن رو اگر یه جمعی بزنید بچه ها، درصدشون نگاه کنید 93% اینجا میانگین درصد، اینجا درصد ها تعداد داوطلبان داریم. ببینید من میخونم دیگه، تعداد داوطلبان اونایی که فیزیک رو منفی 33 تا منفی 30 زدن 7 درصد میانگینشون انقدر بوده. تعداد رو اگر نگاه کنه، حالا این تعداد درصدی نیاورده برای ما، اگر تعداد رو نگاه کنید دانش آموزانی که تقریبا فیزیک رو تونستن بالای 50% جواب بدن، این ردیف اگر نگاه کنیم، یه 3000 تا، یه 1000 تا، یه 700 تا، یه 100 تا، یعنی به 5000 نفر نمیرسن. دانش آموزی که تونستن بالای 70% فیزیک رو جواب بدن، کل شرکت کننده کنکور بالای 5000 نفر بیشتر نبودن.
درصداش حالا اینجا ما نداریم، ولی خود تعداد رو شما یه نگاه کنید، از 575 هزار نفر جمع این چهار ردیف آخر یعنی از 70% تا 100%، یه 3800 تا داریم، یه 2000 تا داریم، یه 700 تا، یعنی تقریبا 6000 تا. از 5575 هزار نفر فقط 6000 نفر تونستن فیزیکو بالای 70% جواب بدن. این کار شما رو به نظر من راحت میکنه، یعنی داره نشون میده که درس فیزیک پاشنه آشیل کنکوره و شما اگر بتونید یه درصد بین 50 تا 60% جواب بدید، تقریبا توی 3-4% بالای کنکور قرار میگیرید. خب اینم در مورد نتایج کنکور در درس فیزیک. اما امروز ما قراره چی کار کنیم؟ خب آقا من درسم، بچه من کامنت ها رو ندارم، آقای حسین خان، آقای ادیبی، من کامنت ها رو ندارم، اگه لطف میکنین کامنت ها رو به من بدین. خب در مورد درس امروزمون، آقا من امروز تو کلاسی که میخوایم با هم دیگه ببریم جلو و تقریبا یک ساعت و نیمش باقی مونده، یه مبحثی به نام مدار رو انتخاب کردم برای تدریس. این درس بازم در کلاس نکته و تست در طرح درس خودش به طور کامل تدریس میشه، چون من امروزم کامل نمیتونم درسش بدم، ولی اینو کامل برای شما امروز در واقع مقدمش رو توضیح میدم. فکر کنم 15-16 تا تست بتونیم با هم بزنیم اگر زمان اون اجازه بده و میریم جلو. چرا مدار رو انتخاب کردم؟ مدار جزء سخت‌ترین قسمت‌های فیزیکه، خیلیتون هم شاید تا همین الان حذفش کنید، یعنی بهش فکر نمی‌کنید. اتفاقا امروز میخوام بگم که اشتباه داری میکنی. ما تو نکته و تست چیزی بنی، بعضی بچه میگه آقا اون چیزایی که حذف کردیم و چیکار کنیم؟ نه، تو نکته و تست، آقا نکته و تست یعنی اینکه شما صفر صفرم باشی با این پلنایی که من برات چیدم، جزوه پشتیبان کلاس خودم به اضافه آزمون ها، باید بهتر شی دیگه. پس اساسا شما هیچ چیز دیگه نباید حذف کنی. توی که میای کلاس نکته و تست رو ثبت نام میکنی، باید به همه مباحث نگاه داشته باشی که آقا من میخوام اینو یاد بگیرم و میخوام جواب بدم. نگاه منطقی یا نگاه معقول. حالا اگر امسال توی یک بخشی سوال خیلی سخت بود، خب قرار نیست همه رو جواب بدیم دیگه، در مورد اونها هم خیلی حرف میزنیم. راجع به اینا من خیلی صحبت میکنم، اینکه چه تستایی رد کنیم، اینکه با چه تستایی چه برخوردی داشته باشیم، اینا یه سری اتفاقاتیه که در ضمن همایش میفته. من مدار رو میخوام شروع کنم و خدمت شما عرض کنم که خب بخش ابتداییش رو توضیح میدم و میریم جلو. حالا من کامنتاتون رو ندارم، الان دوستانم که هرچی صدا میکنم خدا روشو هیچکس نمیاد جواب بده، حالا پیگیر میشیم که کامنتاتون هم باز بشه. آقا بحث مدار، شارش الکترون در رسانه. اولین بحثی که توی مدار کتاب اومده و گفته بود که اصلا چرا در یک سیم رسانه جریان تشکیل میشه، چرا در یک سیم رسانه جریان تشکیل نمیشه. خیلی هم ساده است، بازم دارم میگم من ریتم کلاسم نسبت به کلاس بعدی قطعا یه ذره تندتر میشه، شما فیلمای آفلاین رو میبینید پس نگران نیستیم. آقا اگر به یک سیم ولتاژ اعمال نکنیم، بهش باتری نبندیم، یه سیم داشته باشیم به باتری وصلش نکردی، سیمی که بچا به باتری وصل نکردیم، هیچ کس الکتروناشو منظم حل نمیده. الکترونا برای خودشون اون وسط دارن بازیگوشی میکنن. الکترونها حرکت دارند، وقتی اختلاف پتانسیل اعمال نکردیم الکترون حرکت داره، الکترونها حرکت دارن، حرکتشون الکترون‌ها حرکت دارن، حرکتشون نامنظم و کاتوره‌ایه، سرعت خیلی بالایی دارن، سرعتشون در حدود 10^6 متر بر ثانیه است، جریان در رسانه تشکیل نمی‌شود، جریان در رسانه تشکیل نمی‌شه. الکترون‌ها در زمانی که به سیم اختلاف پتانسیل اعمال کنیم، یعنی وصلش کنیم به پایانه‌های منفی مثبت باتری، این دفعه بچا الکترون‌ها به یک سمت حرکت آهسته دارن در خلاف جهت میدان. ببین همه اینا رو باید حفظ کنی، الکترون‌ها همه میرن یه سمت، سرعتشون کمه، خلاف جهت میدان، میدان همیشه هم مثبت به منفی بود، الکترون‌ها از جای منفی‌تر میرن مثبت‌تر. یه بار دیگه میگم، میدان الکتریکی از مثبت به منفی، الکترون از منفی به مثبت، میگه سرعتشون در حدود 10^-4 تا 10^-5، جهت قراردادی جریان الکتریکی، جریان تشکیل میشه، جهتش چیه؟ بچه شما اینو باید یاد بگیرید، یه اصل مهمه، الکترون اگه میرن چپ جریان به سمت راست تشکیل میشه،
در خلاف جهت حرکت الکترون هاست و الکترون ها مثل آدم رو خط صاف نمیرن، حرکتشون کاملا نامنظم و زیگزاگیه، حرکتشون کاملا زیگزاگیه، رو خط صاف حرکت نمی کنن. این هم باید حواستون باشه. این تمام خلاصه نکاتی بود که در مورد شارش الکترون ها باید داشته باشیم. آقا بریم سراغ تعریف شدت جریان الکتریک. حالا من فهمیدم توی یک رسانه اگر بهش باتری وصل کنم جریان تشکیل میشه. چرا جریان تشکیل میشه؟ چون الکترون ها حرکت میکنن. الکترون ها حرکت میکنن یک سمت به یک سمت دیگه، جریان خلافش تشکیل میشه. جریان بچه هیچی قرار دادی اصلا وجود خارجی نداره. ما میگیم اگه الکترون ها یک سمت برن فرض میکنیم جریان خلافش. این جریانه از چه رابطه به دست میاد؟ دلتا کیو به دلتا تی. دلتا کیو یعنی بار جابجا شده، دلتا تی یعنی زمان. بچه‌ها اینو به طور اختصار کیو به تی می‌نویسیم. اگر یه طرف این وسط این کنیم کیو مساوی میشه با آی تی. کیو مساوی میشه با آی تی. خب آقا اینم من دارم تا الان. کیو مساوی با آی تی یک رابطه فوق العاده مهمه. اگر به من بگن کیو بر حسب تی رو رسم کن، بچه نمودار کیو بر حسب تی درجه یک، نمودار کیو بر حسب تی درجه یک، درجه یک ها خط میشن، درجه یک ها خط میشن. یعنی اگر بار بر حسب زمان رو به من بخواد براش رسم کنم، میگم یک معادله درجه یک، شیبش میشه جریان، عرض از مبدا نداره. شیبش میشه جریان، عرض از مبدا نداره. بنابراین یک نمودار خطی رسم میکنم که از مبدا رد میشه و شیبش میشه جریان. شیبش میشه جریان. نکتهش هم اینجا آوردم، شیب نمودار معرف جریان است. چی شد؟ جریان مقدار بار به زمان دلتا کیو به دلتا تیه. اگر طرف این وسط این کنم کیو میشه آی تی، کیو بر حسب زمان درجه یکه، یه خط میشه نمودارش که حالا در مورد نمودارش الان حرف میزنیم. خب کدام جمله صحیح و ناصحیح است؟ بچه گوش کنید، سوال میپرسم که آقا ما اگر کلاس همایش رو بیایم بعد بریم کتابم بخونیم خودمون؟ نه آقا، کلاس منو که اومدی دیگه هیچ منبع آموزشی هم نمیخواد بخونید. گوش کن، من اگر قرار بشه بهتون تکلیف بدم خودم بهتون میدم. این که شما طبق حالا کارهایی که مشاوراتون میخوان روشه جمع‌بندی دارید برای کل درساتون که دارید، در مورد درس خود من فقط همین جزواتی که بهتون میدم، همین، هیچی دیگه نمیخواد. من کتابو شخ زدم، دونه دونه نکاتش آوردم. الان نگاه کنید، یه کاری که خب قطعا تو کلاس ضمن سال انجام نمیشه چون حجم جزوات خیلی زیاد میشه، ولی تو همایش جمع‌بندی این کارو انجام میدیم. میگم کدام جمله صحیح و ناصحیحه. سرعت سوق در الکترون ها باعث ایجاد جریان میشه. بله، وقتی الکترون شروع کنه به حرکت یه سرعتی پیدا میکنه. به اون سرعت گفتیم سرعت سوق زیاد بود یا کم بود؟ زیاد بود یا کم بود بچه‌ها؟ گفتیم کم بود. چقدر بود؟ در حدود 10^-4. کتاب گفته بود در حدود حرکت یک حلزون. وقتی که به یک سیم رسانه ولتاژ اعمال میکنه الکترون ها یه سمت میرن، آهسته میرن، خیلی آروم میرن، ولی یه سمت میرن، جریان تشکیل میشه. میگه آیا این سرعت سوق باعث تشکیل جریان میشه؟ بله درسته. میگه الکترون ها با تندی زیاد در همه جهات ها در رسانه حرکت میکنه. آره، یه سیم رسانه بهش باتری هم اعمال نکرده باشیم، وصل نکرده باشیم، الکترون ها حرکت داشتن، کاتوره‌ای و نامنظم بود. سرعتش زیاد بود یا کم بود؟ زیاد بود، نامنظم و کاتوره‌ای زیاد. میگه الکترون ها با تندی زیاد در همه جهات ها کاتوره‌ای در رسانه حرکت میکنن. درسته. بارهای متحرک جریان الکتریکی تولید میکنن. بچه پ درست یا غلطه؟ جواب بدین. پ درست یا غلط؟ بارهای متحرک جریان تولید میکنن. بچه ها جواب، من کامنت ها رو ندارم. کامنت ها رو من نمیبینم باز. خب گفته بارهای متحرک جریان الکتریکی ایجاد میکنن. غلطه. غلطه. چرا غلطه؟
آقا در حالتی که در رسانه الکترون ها حرکت میکنن ما اینکه جریان داریم؟ نه، در یک سیم رسانه الکترون ها که داشتن حرکت میکردن خب بار متحرک بودن، اما جریان تشکیل نمیشد. هر بار متحرکی که جریان تولید نمیکنه، بارهای متحرکی جریان تولید میکنن که منظم از یه سمت به یه سمت دیگه برن. پس این غلطه. سرعت سوق سرعت متوسطی است که در خلاف جهت میدانه. بچه الکترون ها راست میرفتن، میدان به سمت چپ بود دیگه. بس درست. جهت میدان الکتریکی داخل رسانه از پتانسیل کمتر، یعنی از منفی، به پتانسیل بیشتره. بچه جریان همیشه از مثبت باتری خارج میشه به منفی وارد میشه، نه از منفی به مثبت. غلطه. جریان اگر این یک پایانه باتری باشه کجا میزنه بیرون؟ همیشه مثبت میزنه بیرون. غلطه. میگه جهت جریان الکتریکی در داخل رسانه هم جهت با حرکت الکترون هاست. خیر، خلاف جهته. جهت جریان الکتریکی برخلاف جهت حرکت الکترون هاست. یعنی اگر جریانت این سمتیه، شک نکن الکترون هات مخالفش داره حرکت میکنه. اینم که تو نکات گفته بودیم، میگه جهت جریان الکتریکی در داخل رسانه هم جهت با میدان الکتریکی. میدان و جریان، میدان الکتریکی و جریان هم جهتن. بله، میدان و جریان هم جهتن. درسته. نگاه کنید، میدان از مثبت به منفی بود، جریانم از مثبت به منفیه. جریانم از مثبت به منفیه. خب خیلی خوب شد. آقا تمام نکات مربوط به اون صفحه اوله مدار رو براتون اینجا آوردم. هر سوالی از درست و غلط به شما بدن قطعا تو اینا هست و قطعا همین رو بلد باشین شما هر تستی تو کنکور بیاد و جواب میدین. بریم سراغ اولین تستمون. میگه مطابق شکل زیر یک کره رسانه رو پایه عایق انقدر بار الکتریکی دارد کیو. اگر با وصل کلید در مدت بچه دلتا تی رو داده انقدر ثانیه، 0.03 ثانیه تمام بار تخلیه بشه، اندازه جریان چقدر و جهتش رو بگید. خود جریان متوسط شد، آهنگ شارش بار دلتا کیو به دلتا تی. خب آقا ولتاژ زمین چنده بچه ها؟ ولتاژ زمین 0. اینجا هم که منفی. من همیشه تو کلاس ضمن سالم میگم، الانم دارم به شما میگم، همه گوش کنید. برای اینکه بفهمی جریان از کجا به کجاست، نشون بده کی منفی تره کی مثبت تر. الان یکی ولتاژش 0ه، یکی ولتاژش منفیه. بارهای منفی ولتاژ منفی میدن. آقا کی منفی تره؟ میگم منفی در مقایسه با 0 منفی تره و این مثبت تره. جریان همیشه از مثبت به منفیه. بفهمید؟ گفته جهت جریان، جهت جریان از کجا به کجاست؟ بعد بگه از آ به بی، از آ به بی، از آ به بی. دو تا گزینه هست شد. همین یه دانش آموز بارها گفتم، خوب گوش کن تو تستای کنکور. این تستایی که داری میبینه همش استاندارده. در تستای کنکور معمولا یه مفهوم کوچیک شما رو به دو تا گزینه نزدیک میکنه. یه مفهوم کوچیک. همین جریان از کجا به کجاست؟ مثبت به منفی، 0 منفی. کی مثبت تره؟ 0. کی منفی تره؟ خب منفی. جریان از کجا به کجاست؟ مثبت به منفی. جریان از مثبت به منفی. خود جریان رو میخوام حساب کنم، چقدر بار تخلیه شده؟ 600 میکرو 10^-6. در چه زمانی؟ 0.03 ثانیه. 600/3 200. 10^-2 بره بالا میشه 10^-4. چرا؟ منفی 2 میاد بالا میشه مثبت 2، با منفی 6 میشه منفی 4. چون SI حل کردم آمپره، یادم باشه چی خواسته؟ میلی آمپر. آقا این کاری که من دارم انجام میدم سر جلسه کنکور باید انجام میدید. بچه بارها گفتم، الانم تو کلاسه نکته تست بازم بهتون میگم، یکی از کارهایی که باعث تمرکز میشه، یکی از مشکلات شما اینه. آقا تست رو میخونی؟ تا آخر میری؟ دوباره برمیگردی یه بار دیگه هم میخونی؟ یعنی یه 20 ثانیه برای خوندن اول دست دادی، یه 20 ثانیه برای خوندن دوم، تمام شد دیگه، زمان تست رو از دست دادی، دوباره چی میگردی دیگه؟ خب من برای اینکه تست رو یک بار بخونم و خوب بخونم، حتما زیر کلمات کلیدیش
خط میکشم که حواسم باشه اگر دوباره میخوام یک بار نگاه کنم داده هامو ببینم فقط زیر اونایی که خط کشیدم رو ببینم، دور اونایی که خط کشیدم و حواسم باشه. پس الان من میگم میلی آمپر آخرش، یعنی اولین بار که داشتی اینو میخوندی بعد آخرش دوره خط میکشیدی، این رفتار درسته. آقا آمپر به میلی آمپر، یکا داره کوچیک میشه، عدد بعد بزرگ شه، بعد ضرب در چند بشه؟ 10 به توان 3. بعدن توی اندازه گیری اینا رو کامل بهتون میگم. 10 به توان 3 با 10 به توان منفی 4 میشه 10 به توان منفی 1، تو این اثر بدین میشه 20 میلی آمپر. جواب گزینه 2. جواب گزینه 2. خب بچه ها اینو بنویسین، البته نوشتن که ندونین عکس بگیرین. من اسم کامنت ها رو ندارم، بالای بالاست فکر کنم، باید بیان اینش پایین. خب ببین بچه ما این جلسه اصلا بهتون جزوه ندادیم به خاطر اینکه خب جلسه صفره، عملا نمیدونستیم کی میخواد بیاد کی میخواد نیاد و این شرایطی بود که نمیتونستیم جزوه بدیم. از جلسه بعدی یه جزوه رو داریم و پیشنهادم اینه که حتما قبل از هر جلسه برید کپی بگیرید و جزوه جلوتون باشه و بنویسید. جزوه جلوتون باشه و بنویسید. خب بریم سراغ تست دو. تست دو، دو کره رسانا کاملا مشابه. ببین کره های مشابه یه نکته داشت، تو ساکن در موردش حرف زده بودیم، الانم من براتون میگم، بعدن هم ساکن رو بخوام درس بدم کامل توضیح میدم. میگه یکی بارش 8 میکرو، یکی منفی 10، یعنی آقا این مثبت این منفیه، رو پایه عایقن، توسط یک سیم به مقاومت آر به هم وصل میکنیم، در این زمان دلتا تی دو کره هم پتانسیل میشن. بچه ها تو بحث هم پتانسیل شدن یاد گرفتیم دو تا کره هم بار میشن به شرطی که چی باشن؟ به شرطی که مشابه باشن. مشابه بودن یعنی چی؟ هم سایز باشن. اگه شاهین 20 سانتی متره شاه اون یکم 20 سانتی متر باشه، اگه شاهین 5 سانتی متره شاه اون یکم 5 سانتی متر باشه. اینم داره میگه اینا مشابهن. دو تا کره رو به هم تماس میدی، کلیدو که میبندی، سر الکترون ها جابجا میشن، به تعادل الکتروستاتیکی میرسن. تعادل الکتروستاتیکی یعنی همه بارها سر جای خودشون نشستن، دیگه جابجا نمیشن، یعنی باری منتقل نمیشه، یعنی جریان صفر میشه. خب پس اگر تعادل الکتروستاتیکی اتفاق بیفته چه نکته خواهد داشت در مورد دو تا کره؟ هیچی، هم بار میشن، بارشون با هم برابر میشه. چجوری حساب میشه باراشون؟ جمع بارها تقسیم بر دو. این نکته تماسه دو کره. یه بار دیگه میگم، دو کره کاملا مشابه بعد از تماس بارهاشون برابر میشه، با هم رفیق میشن. میگه آقا چقدر تو بار داری؟ منم اینقدر بار دارم. میریزن رو هم، تقسیم بر دو میکنن دیگه، میانگی. یکی 8 بوده، یکی 10 بوده، منفی، تقسیم بر دو میشه منفی 1 میکروکولم. حسین من جریان سیمو میخوام. من میدونم این باره مثبت 8 بوده شده منفی 1، من میدونم این منفی 10 بوده شده منفی 1. برای اینکه این بشه منفی 1 و این بشه منفی 1 چه اتفاقی افتاده؟ میگم بار این چقدر تغییر کرده، 9 تا منفی، یعنی انگار 9 میکروکولوم بار از اینجا حرکت کرده رفته اینور. 9 میکروکولون بار، یعنی الکترون حرکت کرده رفته اونور. خب حالا 9 میکروکولونه برای من مهمه. چرا؟ مگه جریان سیمو نمیخوای حساب کنی؟ بگو باری که از سیم عبور کرده به زمان. خیلی از بچه ها میان منفی 1 رو میذارن سوتی ندیا. چرا منفی 1 رو باید بذاری؟ منفی 1 بار ایناست، تو بار عبوری از سیم رو میخوای. یاد بگیر نکته، بار عبوری سیم همیشه برابر است با دلتا کیو هر کره. دلتا کیو هر کره چقدره؟ 8 شده منفی 1، منفی 9 تا، منفی 10 شده منفی 1، مثبت 9 تا. آقا یکی منفی یکی مثبت منطقیه، یکی داده یکی گرفته دیگه. بار یکی منفی 9 تا تغییر کرده، خب بار یکی باید مثبت 9 تا تغییر کنه. چرا؟ قانون پایستگی بار. پس برای من منفی مثبتش هم مهم نیست، میگم این چقدر تغییر کرده؟ 9 تا. منفی 10 شده منفی 1، 9 میکروکولون. این چقدر تغییر کرده؟ خب 9 تا. خب دلتا کیو سیم یعنی چقدر بار عبور کرده؟ خب 9 تا دیگه، 9 میکروکولون. زمان 1000 بود بچه ها، در بتونم منفی 3،
جواب میشه 9 ضرب در 10 به توان منفی 3 آمپر. چرا؟ چون SI حل کردم. عجله نکنی یکو بزنی. چی خواسته؟ میلی آمپر. خب 10 به توان منفی 3 یعنی میلی دیگه. و جواب میشه گزینه 3. نکته این سوال چی شد؟ در مسائلی که دوتا فلز، دوتا کره فلزی یا رسانه رو به هم تماس میده، بار بعدشون با هم برابر میشه. تو برات مهم بار عبوری از سیمه. بار عبوری از سیم چی رو به دست میاد؟ بار عبوری از سیم میشه تغییرات بار کره ها. 8 شده منفی 1، 9 تا. منفی 10 شده منفی 1، چند تا؟ 9 تا. عکس بگیرین ازش. آقا دقت کن، چقدر این سوال خوبه، چقدر این سوال خوبه. این سوال مثلا دو تا سوال قبلی سوال استاندارد و خوبی هن، ولی تو کنکور سال قبل اومدن. خب ولی این سوال سوال نموداریه که تیپش من تو کنکور قبلی ندیدم. گوش کن، گفتم به نمودار کیوتی میشه یک نمودار خطی. نمودار خطی نکته چی بود؟ نکته این بود که شیب این نمودار میشه جریان، و جریان هم چون خط ثابت. یا اون بیاد ببین یه بار دیگه من برگردم عقب، نکته نمودارشو ببینیم. چون کیو آی تیه، کیو بر حسب تی درجه یکه و شیبش میشه آی، و چون این یک خطه، شما میدونید خطا شیبشون ثابته، پس این نشون میده که جریان ثابته. چون یه خط با شیب ثابته جریان هم ثابته، جریان هم ثابته. اوکی حالا بیا جلو. خب تو این سوال میگه آقا نمودار QT یک جریانی رد شده برای یک رسانه‌ای، شما بگید جریان متوسط چقدره؟ آی بار رو ازت خواسته. خب من میگم مگه کیو آی تی نیست؟ دو تا نقطه دارم، نقطه یک نقطه دو. نقطه یک میگه اگر بار 8 باشه جریان رو ندارم، زمان تی. این یه رابطه. تو نقطه دو، این تو نقطه یک، تو نقطه دو چی میبینم؟ این نقطه یک، این نقطه دو. تو نقطه دو میگم کیو شده چند؟ 18. کیو 18. جریان تغییری داشته؟ خیر. چرا جریان تغییر نکرده؟ چون شیب ثابته، شیب ثابته، پس جریان همون آیه. اما در چه زمانی اتفاق افتاده؟ تیه به علاوه 4، تیه به علاوه 4. یه بار دیگه، از نقطه یک میگم کیو مساوی است با، کیو مساوی است با آی تی، کیو 8، آی تی آیه ندارم، تی هم ندارم، آی تی آی شیبه، تی هم که نقطه‌مه. در نقطه دو کیو شده، کیو شده 18، آی همون آیه. چرا؟ چون شیب ثابته، جریان تغییر نمی‌کنه. ولی زمان چی شده؟ شده تی بالا به 4. اینا ادامه میدم. بچه اینو ضرب کنید. 18 مساوی میشه با آی تی به علاوه 4 آی. آی رو یه بار تو تی ضرب کردن، یه بار تو 4. خود آی تی چیه بچه ها؟ خود آی تی از رابطه 1 8. خود آی تی از رابطه 1 8. 8 رو بیاریم و میشه 10 مساوی با 4 تا آی. جریان میشه 2.5. جریان میشه 2.5 چی؟ آمپر. چی خواسته باز؟ یکو بزنی به باد رفتی دیگه. سه رو میزنی. سه تا سوال تو الان حل کردم که تو همش به جای اینکه بگه آمپر گفته میلی آمپر. گزینه یکاش هم دام داره. 10 بار تو کلاسای خودم گفتم، بچه‌ای که الان تو کلاس من اومدن و جدیدن، بچه‌ای عزیز اگر گزینه یک پیدا کردید، نمیگم قطعا غلطه ها، تو فیزیک معمولا اگر بخوان گزینه دامدار بذارن یک میذارن. یعنی اگر یه سوالی رو زیر 20 ثانیه حل کردی شد یک، یه بار چک کن، چون یک ها یه ذره شک برانگیزن. یه بار آخر رو ببین، شده 2.5، زرتی نرو 2.5 رو بزن، ببین آخر چی خواسته. آمپر رود بزن. اما اگه گفته میلی آمپر دیگه حواست دست دیگه. اصلا یک ها یه ذره شما رو براتون تردید ایجاد کنه بد نیست. خب اینا عکس بگیرین، اینا عکس بگیر.
آقا تست چهار زمان میدم، حل کنید. تست چهار رو خودتون حل کنید. یه دقیقه زمان، کسی به من جواب اعلام نکنه. وقتی گفتم جواب میخوام لطفاً همه اعلام کنن. یه دقیقه زمان. خب جواب بدین، جواب بدین بچه ها. چهار چهار. خب تقریبا همه میگین چهار. خوبه، باریکلا، خیلی خوبه. نکته چه شود؟ کلاس خیلی خوبه، سطح علمی کلاس خیلی خوبه. نکته، آقا مساحت زیر نمودار آی تی برابر دلتا کیوه. تو حرکت شناسی یادتون بیاد از x یه پله، یعنی می اومدیم پایین مشتق می گرفتیم، از مکان مشتق می گرفتیم به v می رسیدیم، از v انتگرال می گرفتیم یا مساحت زیر منحنی می گرفتیم، می شد جا به جایی. با حرکت شناسی برای خودتون شبیه سازی کنید خوبه. بچه ها از نمودار کیو اگر شیب می گرفتیم، شیب در نمودارهای بار می شد جریان دیگه. آهنگ تغییر بار یعنی دلتا کیو به دلتا تی، دلتا کیو به دلتا تی یعنی شیب نمودار کیو تی دیگه. پس از بار اگر شیب بگیرم به جریان می رسم. حالا خب طبیعتاً بخوام برگردم بالا باید شیب یعنی مشتق، انتگرال یعنی مساحت دیگه، باید مساحت بگیرم. این خیلی خوبه، اینو یاد بگیریم. شیب نمودارهای بار زمان جریان میده، مساحت زیر نمودارهای جریان زمان کیو یا دلتا کیو میده؟ دلتا کیو میده، تغییرات بار میده. خب این از این. حالا با این نکته ای که بهتون گفتم میخوام بریم تساهل کنیم. گفته اگر نمودار جریان زمان برای یک نمودار این شکلی باشه، تو 10 ثانیه ما 3.2 آمپر جریان متوسط اون باشه، بگید مقدار T1 چقدره. T1 رو خواسته. آقا من جریان دارم، زمانم دارم، خب دلتا کیو آی تی دیگه. از رابطه یا از فرمول همه میدونیم کیو میشد آی تی. 3.2 ده 32 کولان، 32 کولان این شد بار عبوری از سیم طبق این نمودار. اما طبق نمودار اگر من اینو بگیرم S1، اینو بگیرم S2، طبق نمودار دلتا کیو میشه مساحت زیر منحنی، یعنی S1 به علاوه S2 مساحت بیا حساب کنیم، مستطیل طول ضرب در عرض میشه 2T1. طول ضرب در عرض 2T1، طول ضرب در عرض، عرض 4 بچه، طول چقدره؟ 10 منهای T1. پس میشه 4 در 10 منهای T1. اینو حساب کنی 40 منفی 4 تا تی 1 با 2 تا تی 1 منفی 2 تا تی 1. بیا اینجا آقا، این داره میگه من 32 هم، اینم داره میگه من انقدرم. خب این دو تا باید با هم برابر باشن، یعنی از 1 و 2، از 1 و 2 چی بنویسم؟ 40 منهای 2 تا تی 1 باید 32 باشد، یعنی 2 تا تی 1 8 است، یعنی تی 1 4 ثانیه است. مرسی، تی 1 4 ثانیه است. خب سوال فوق العاده، سوال مهم. ببین دو تا نمودار برات حل کردم، نمودار قبلی
تو نمودار قبلی، تو نمودار قبلی یاد گرفتیم شیب ثابته، شیب ثابت باشد، شیب ثابت باشد آی ثابته، آی سا... اینو گذاشتم آی، اینم گذاشتم آی، حلش کردم. تو نمودار دومی یاد گرفتم مساحت زیر نمودارهای جریان می شود دلتا کیو، مساحت زیر نمودار آی تی دلتا کیو. فوق العاده سوال خوب، دو تا سوالی که حل کردیم، دو تا سوال تیپو خیلی خوبه. بچه پرسیدین اینو توضیح دادم دیگه، آفلاینش هم میذارم براتون، آفلاینش یکی دو روز آینده براتون تو همه آموزشگاه و تو همه مدارس بهتون داده میشه، پس نگران عکس گرفتنتون نباشین، بعدا میبینیدش. قانون اوم، آقا قانون اوم چی بود؟ بچه دانشمند من اوم اومد بررسی کرد، گفت اگر به یک رسانا اختلاف پتانسیل اعمال کنیم، یعنی به باتری وصلش کنیم، جریانی که ازش میگذره نسبت وی آیومش همیشه ثابت. به وی آیومه، به وی آیوم یک رسانا گفت مقاومت رسانا، مقاومت. بچه ببین تو آی بار گفتم دلتا کیو به دلتا تیه، به طور اختصار چی نوشیم؟ کیو تیوم. اینم دلتا وی به آیه، دلتا وی یعنی اختلاف پتانسیل دو سر سیم، دو اختلاف پتانسیل دو سر. ما تو این فصل به جد دلتا وی بیشتر میگیم وی، یا اون باشه وی منظور از وی اختلاف پتانسیله. تو قانون اوم اگر من میگم وی مساوی با ایران، این پتانسیل یا اختلاف پتانسیل، این اختلاف پتانسیل، این اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانه است که میشه آی آر. بچه ها اینو طرف این وسط کنیم وی میشه ایران. خب اینو من تو کلاس خودم میگم، میگم همیشه ولتاژ دزدی مقاومت ایرانه، مقاومت چقدر ولتاژ میدزده به اندازه ایران. گوش کن، شما یه رسانه دارید، یه مقاومتی داره، اگر از این رسانه شما یه جریان عبور کنه بعد از مقاومت، جریان جریان قبلیه، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی بچه میگن جریان کم میشه، نه، جریان بعد از عبور از یک مقاومت کم و زیاد نمیشه، همونه، جریان در یک شاخه ثابته. چی کم میشه؟ ولتاژ. ولتاژ قبل با ولتاژ بعد اختلاف داره، اختلاف ولتاژ قبل و بعد چقدر است؟ ایران. این ولتاژ دزدی مقاومتان، مقاومت ها ولتاژ یه ذره میدزدن، قبلشون اگه 100 ولت باشه بعدشون دیگه 100 ولت نیست، کمتره. چقدر دزدیده؟ به اندازه ایران، به اندازه آی ضرب در آر، از ولتاژ قبل میدزه بعدش میشه. تمام شد رفت. حالا نمودار وی آی یا نمودار آی وی، دو تا نمودار فوق العاده مهمن. اگر بگه نمودار وی آی، من میگم وی آی مگه اینجوری نیست؟ یعنی وی بر حسب آی درجه یکه، خط باید ببینم چون درجه یکه، اینم نقش چی داره؟ شیب. پس اگر این آلفا باشه بچه، تانژانت آلفا تو نمودارهای وی آی آره مقاومته. اگر نمودار آی وی داشته باشم، آی رو نگردار، آر رو ببر اونور، آی مساوی میشه با یک آروم وی، بازم آی بر حسب وی درجه یکه، بازم باید خط ببینی، ولی شیبت دیگه آر نیست، شیبت یک آرومه. یعنی اگه این بتا باشه، تانجانت بتا رو دیگه نمیگی آر، میگی یک آروم. چی شد؟ شیب نمودار وی آی مقاومته، شیب نمودار آی وی عکس مقاومته. شیب بیشتر مقاومت بیشتر، شیب بیشتر مقاومت کمتر، شیب بیشتر مقاومت کمتر، رابطه عکسه. سوتی ندیا، آی وی با وی آی فرق میکنه، وی آی شیبش مقاومته، آی وی شیبش عکس مقاومته. برم برم آقا نکات طلایی، بازم ببین اینجا رفتم دونه به دونه خط به خط کتاب درسی تو بررسی کردم، نکاتش آوردم بیرون. نمیخواد کتاب بخونی همینا رو یاد میگیری. نکات خیلی مهم و طلایی، مقاومت ویژه رو بذار اینم بگم دیگه، اینم بهت بگم بعد بریم. آقا این فرمول مداری مقاومت، من به این فرمول میگم فرمول ساختاری مقاومت. اگر بگم ولتاژ دو برابر میکنیم مقاومت چند برابر میشه، بعد بخندی، میگه آقا مقاومت که جز ویژگی ذاتی یک رسانه، با تغییر باتری که مقاومت تغییر نمیکنه، توی باتری برایش یه باتری قوی تر گذاشتی، جنس رو که تغییر ندادی، ذات اون رسانه که همون رسانه است، پس فرقی نکرده. پس حواسم باشه، حواسم باشه، تغییر در وی و آی باعث تغییر در مقاومت نمیشه، جلوتر دوباره بهت میگم. اما بالاخره آره با چی تغییر میکنه؟ رو ال و آ. رو رو میگفتیم واحد ویژه، ال طول رسانه، آ مساحت، چون بیشتر سیمها دایره ای شکلن، مساحت مقطعشون بچه میشه یک دایره، پی آر دو یا پی دی دو چهارم، آر دایره
شعاش دی قطر دایره است. اینم یاد بگیر، اینم یاد بگیر. من تو فشارم با این خیلی کار دارم. مساحت یک دایره پی آر دو یا پی دی دو چهارم دی قطر آر شعا. برو جلو. مقاومت ویژه یک رسانه به ساختار اتمی و دمای آن بستگی دارد. جمله کتاب درسی درسته، حفظش کن. رو مقاومت ویژه به چی بستگی داره؟ ساختار اتمیش، ابعاد اتمش، ابعاد هستش، الکترون هاش و الی آخر و دماش. مواد رسانه دما رو زیاد کنیم مقاومتشون زیاد میشه. مواد نیم رسانه با افزایش دما مقاومتشون کم میشه. نیم رسانه رو حفظ میکنه. سیلیسیوم، جرمانیوم، گرافیت. کربن هم ممکنه به این بگنجایی. سیلیسیوم، جرمانیوم، کربن یا گرافیت. مواد مقاومت مواد نیم رسانه چقدر خوبه این نکته، چقدر خوبه این نکته. مقاومت مواد نیم رسانه روی نیم رسانه ها، روی نیم رسانه از روی رسانه ها بیشتره. بابا نمیری بخونی اینا، جمله های کتاب درسیه. ولشون دیگه هم نمیخواد دیگه، تا اینجا نخوندی اینجا باید من براتون این کارا رو کردم، نمیخواد بخونید. در برخی از مواد مانند جیوه و قلع، گوش کن چی دارم میگم، در برخی از مواد مانند جیوه و قلع با کاهش دما مقاومت ویژه رسانه در یک دمای خاصی به طور ناگهانی، نه به صورت تدریجی، ببین کلید واژه‌ها رو، به طور ناگهانی صفر می شود. به این دما چی میگن؟ به این دما میگن دمای بحرانی. به این خاصیت چی میگن؟ به این میگن ابر رسانه. نمودارشو ببین. اگر بگن نمودار رو بر حسب دمای کلوین رو رسم کردیم، بچه بعضی از مواد مثل قلع، نمودار قلع رو دارم میکشم، هرچی دماشو کم میکنی مقاومتش هم کم میشه، یه جایی فرتی میفته پایین، صفر میشه. به این دمایی که ناگهانی مقاومت ویژه رسانه صفر میشه به اون دمای میگن تی کریتیکال یا دمای بحرانی، و به این خاصیت تو این محدوده میگن ابررسانه شد. ابررسانه یعنی چی؟ یعنی مقاومت نداره. آره دیگه، مقاومت نداشته باشه یعنی خیلی رسانه است، خیلی رسانه است، ابررسانه شد تو این محدوده ابررسانه است. بازم همین میتونه سوال باشه، میاد میگه این ماده در این دما، دماهای بالای سی، در دماهای بالای سی رسانه است یا ابررسانه است؟ رسانه است. در دماهای کمتر از دمای بحرانی ابررسانه است. خیلی رسانه است. ببین چقدر نکات مهمیه، نکات طلایی، فوق العاده نکات مهمی هست. بریم شما جواب بدیم. اینم بگم، کتاب اومده گفته ما دو تا رسانه داریم، رسانه اهمی که از قانون اهم پیروی میکنن، رسانه های غیر اهمی. بچه رسانه هایی هستن که قانون اهم رو ازش پیروی نمیکنن، یعنی به رسمیت نمیشناسن. که خیلی معروفترین رسانه های غیر اهمی دیود ها هستن، دیود ها یا لامپ LED. LED ها یک دیود نوری هن که ریاضی بیشتر درمونش میخونن، تجربه در همین حد بدونن. اوکی، مثلا برای یک رسانه اهمی میگه اگر ولتاژ 14 هم دادم جریان 1/10 رد شده. ولتاژ دو برابر کرده، جریان هم دو برابر شده، مقاومت تغییری نکرد. منطقیه، گفتم جلو تعبیت میگم. مقاومت یک رسانه به وی و آی بستگی نداره. به چی بستگی داره؟ به رو ال آ. به وی و آی بستگی نداره. یعنی اگر به من بگن نمودار مقاومت یک رسانه بر حسب ولتاژ دو سرش یا جریان عبوریش رو رسم کن، یه خط صافه. هرچی ولتاژ و جریان رو زیاد کنی مقاومت تغییر نمیکنه. دو برابر کنی دو برابر میشه، مقاومت تغییر نمیکنی. سه برابر کنی سه برابر میشه، مقاومت تغییر نمیکنه. چهار برابر کنی چهار برابر شده، مقاومت تغییر نکرده. این داره داد میزنه مقاومت به وی و آی بستگی نداره. اگر آی وی یک، اگر آی وی یک رسانه خطی بود اون رسانه اهمیه. جواب بده، رسانه اهمی یا غیر اهمی؟ بگو رسانه اهمی یا غیر اهمی؟
گفتم رسانای اهمی، رسانای اهمی حتما بالا کجا شروع کنه؟ از صفر و صفر از کجا شروع کرده؟ از بالاتر. این یک رسانای غیر اهمی، گول نخوری بگی آقا خطی ها همه اهمی ها. نه، خطی که از مبدا بگذره، خطی که از مبدا نگذره غیر اهمیه، از مبدا عبور نکرده، از مبدا عبور نکرده. دیود های لامپ های LED چی هست؟ آقا دیود های لامپ های LED رفتارشون مثل اینا نیست، آیویشون خطی نیست، یه منحنیه. رو همین دوتا حرف میشه زد، رو همین دوتا حرف میشه زد. بذار اینو پاک کنم، اینو پاک کنم که من جا داشته باشم. آقا اگر به شما بگن ببین اینا اصلا تو کتاب در موردش حرفی نزده و قطعا میتونه تو کنکور بیاد ازش سوال، چون انتظار اینه که دانش آموز بتونه این استدلال ازش داشته باشه. خوب گوش کن، خوب دقت کن، خیلی مهم. من اینجا رو به یک قسمت سمت راست تقسیم بندی میکنم، به یک قسمت سمت راست و یک قسمت سمت چپ. این سمت راست، این سمت چپ. آقا در سمت راست اگر بگن دیود یا لامپ LED شما روشن میشه یا نه، میگیم در سمت راست ولتاژ رو که داریم زیاد میکنیم، جریان، این نمودار آی دیگه، آی بر حسب وی، وی رو که داریم زیاد میکنیم جریان داره تشکیل میشه، جریان داریم، جریان داریم، این لامپ روشن میشه. میشه بکشیش؟ بله. نگاه کن، این لامپ LED توه، این لامپ LED توه. حالا بذارید من لامپرم اینه چیزی که خود کتاب گفته بکشم براتون که یک سو کنندگیش هم ببینید. این پایانه مثبت، این لامپ LED و اینم دیود شما، منفی مثبت. بچه‌ها اگه جهت جریانتون با جهت دیودتون همخونی داشته باشه این لامپ روشن میشه، یعنی نور از خودش گسیل میکنه. اما دیودها بچه ها سمت چپ، اگر پایانه باتری عوض کنیم ولتاژ منفی میشن. یکی ممکنه بگه آقا این نمودار آیه ولتاژ مثبت رو میفهمیم، اینا ولتاژ بالا مثبتن، ما یا ولتاژ باتری اعمال میکنیم یا باتری اعمال نمیکنیم. باتری اعمال نکنیم صفره، باتری اعمال کنیم خب ولتاژ داره دیگه. ولتاژ منفی یعنی چی بچه؟ ولتاژ منفی یعنی اینکه جای پایانه باتری برگردونیم، مثبت منفی عوض کنیم. اگر جای پایانه های باتری عوض کنیم این میشه مثبت، این میشه منفی. بیایم وصلش کنیم به یک، بیایم وصلش کنیم به یک دیود، چه اتفاقی میفته؟ جریان خروجی من میاد شاخ به شاخ میشه با جهت دیود، دیودها یک سو کننده جریان هم هستن، یعنی اجازه عبور جریان رو در مسیری که با خودشون موافقه میدن، اما اجازه عبور جریان رو در مسیری که باهاشون شاخ به شاخ میشه نمیدن. پس اینجا جریان تشکیل نمیشه و دیود شما اینجا خاموشه. این نمودارم داره همین رو نشون میده. نگاه کن، در سمت راست عبور جریان رو نشون میده، در سمت چپ که ولتاژ ها منفیان جریان هم شده صفر. جریان صفر یعنی اجازه عبور جریان رو نداده، لامپ روشن نمیشه. ممکنه توی کنکور اینو دو تا بخش کنه، بگه در بخش راست و در بخش چپ کدام مدارها صادقن. شما در سمت راست مداری انتخاب میکنی که باعث روشن شدن بشه، جریان داریم، در سمت چپ مداری انتخاب میکنی که شاخ به شاخ بشن و لامپ شما قطعا روشن نمیشه. این توضیحات تو کتابتون نیست ولی حتما یاد میگیرید و فوق العاده مهمن. خب آقا این از بحث، این از بحث دیودها و مقاومت‌های غیر عمومی. مقاومت‌های متغیر دو نوع بودن، رئوستا و پتانسیومتر. کارشون چی بود؟ با تغییر مقاومت تنظیم جریان انجام میدن. کارشون اینجا می‌نویسم، با تغییر مقاومت مدار تنظیم جریان می‌کنن، تنظیم جریان میکنند با تغییر آر، با تغییر آر آی رو تنظیم میکنند.
آقا نکات راسا و پتانسیومتر خوب گوش کن. یه ورودی دارن، یه ورودی دارن، دو تا خروجی دارن، دو تا خروجی دارن. خروجی ها چه فرقی دارن با هم دیگه؟ اگر از بالا خروجی بگیری لغزنده تو مدار هست و تغییر مکان لغزنده باعث تغییر مقاومت میشه. میشه بگی چجوری آقا؟ بله گوش کن آقا، فرض کن لغزنده الان اینجاست و من از اینجا خروجی گرفتم، لغزنده اینجا باشه، لغزنده شما اینجا باشه، من ما خروجی رو از این بالا گرفتیم، یعنی از سی نگرفتیم، از بالا خروجی بگیری لغزنده تو مدار. بچه جریان این مسیر رو میره، میره بالا و فرض کنید مدار شما اینجوری کامل شده، میگه با تغییر لغزنده به سمت راست مقاومت مدارش تغییر میکنه. شما باید بگی آقا من وقتی لغزنده رو میبرم راست طول رئوستا بیشتر میشه. قبلا جریان این طول رو میزده میرفته عبور میکرده، حالا طول بیشتری رو میزنه، اگه لغزنده رو بیارم سمت راست طول بیشتر میشه و مقاومت هم بیشتر میشه. پس بچه اگه لغزنده اگه به سمت راست بره، لغزنده به سمت راست حرکت کنه، چه اتفاقی میفته؟ مقاومت رئوستا بیشتر میشه. اگه به سمت چپ حرکت کنه مقاومت کمتر میشه. یعنی چون خروجی رو از بالا گرفتی، چون خروجی رو از بالا گرفتی لغزنده رو تو مدار حساب کرد. اما اگر از پایین خروجی بگیرید، یعنی تمام طول رئوستا تو مداره و لغزنده در مدار وجود نداره، بنابراین تغییر مکانش باعث تغییر در لغزنده نمیشه. میشه مثال بزنید؟ بله خوب گوش کنید. من دو تا شکل میکشم، اینا رو شما خیلی ترتمیز بعدن باید توی جزواتون وارد کنید. ما اینجا یه صفحه وایت بورد بیاریم. خب آقا این یه لغزنده، یک رئوستا با این لغزنده، من یه بار از اینجا خروجی میگیرم، یه بارم این اتفاق میفته، لغزنده اینجاست ولی من از پایین خروجی گرفتم. اگر به شما بگن اینجا لغزنده تو مدار هست یا نه، بله من از بالا خروجی گرفتم، لغزنده رو آدم حساب کردم، پس لغزنده در مدار هست، لغزنده در مدار هست و نقش بازی میکنه جابجا کردنش. اینجا چی؟ لغزنده تو مدار نیست، لغزنده در مدار نیست. اگر من لغزنده رو به سمت راست ببرم، اگر لغزنده به سمت راست بره طول رئوستا بیشتر میشه، مقاومت رئوستا افزایش. اگر به سمت چپ بره طول رئوستا کمتر میشه، مقاومت کاهش. اینجا هر گونه جابجایی آر را تغییر نمیداد. ببخشید اصلا من تو رو آدم حساب نکردم که تو رو جابجا کنم، مقاومت مدار تغییر نمیکنه. خیلی مهمه در رئوستا ها، مهمه از کجا خروجی میگیری. ورودی که معلومه، خروجی دو تا داری، از بالا بگیری لغزنده هست، جابجا کردنش باعث تغییر مقاومت میشه. اما اگر از پایین خروجی بگیری، جابجا کردن لغزنده تأثیری در مدار نداره. خب بچه درستی نادرستی، درستی و نادرستی رو مشخص کنید. یکی یکی میریم جلو شما جواب میدید، یکی یکی میریم جلو شما جواب میدید. اولی میگه مقاومت ویژه رسانای فلزی، رسانای فلزی با افزایش دما زیاد میشه، در حالی که مقاومت ویژه نافلزات بخشی نیم رسانه ها با افزایش دما کم میشه. درست یا نادرست؟ اولی درست، اولی درست، مرسی. رسانا دما زیاد شه مقاومتش زیاد میشه، نیم رسانه ها با افزایش دما مقاومتشون کم میشه. درست. دومی رو بگو. دومی درست یا غلط؟
خب باریکلا، همه درست گفتن، یکی درست گفت غلط ها. میگه موادی مثل جیو و قل مقاومت ویژه شون بین ویژه مقاومت ویژه رسانه ها و نیم رسانه هاست. این دسته از مواد نیم رسانه نام دارن. جیو و قل اونایی بودن که دماشون از یه عدد به سمت پایین میرفت ابر رسانه میشد. اینا ابر رسانایی میشن. اینا نیمه رسانه نیستن. نیمه رسانه کیا بودن؟ کربن، سیلیسیوم، جرمانیوم. داره میگه اینا نیم رسانه. غلطه. اینا ابر رسانه میشوند. ابر رسانه میشوند. غلط. محیط ویژه یک ماده به ساختار اتمی دماش بستگی داره. بله گفتیم درست. در برخی از مواد در دمای خاصی به طور ناگهانی، اگه اینو میگفت به طور تدریجی غلط بود دیگه، به صفر افت پیدا میکنه، در دمای پایین‌تر همچنان صفر میماند، به این میگن ابر رسانایی. بله درسته. در برخی از مواد مثل قل و جیوه کاهش دما مقاومت ویژه رو به صفر نزدیک میکنه و میل میده. بله درسته، خاصیت ابر رسانایی. مقاومت ویژه برخی از مواد مانند جرمانیوم سیلیسیوم با افزایش دما کم میشد. بله درست بود. نیمه رسانه ها دماشون که زیاد بشه مقاومتشون کم میشه. اساس کار رئوستا تغییر مقاومت الکتریکی در اثر تغییر طوله. مرسی. درسته. طول رئوستا ها لغزنده رو که جابجا میکردیم طول تغییر میکرد و تغییر طول باعث تغییر در مقاومت میشد و اینم درست. آقا درست و غلط های فوق العاده مهم. البته من نکاتش رو قبلا آورده بودم، بازم اینجا با هم دیگه بررسی کردیم. بریم جلو. تست 5 جواب بده. بچه‌ها جواب. 30 ثانیه وقت. کسی جواب نده من گفتم همه جواب بدید. خب پنج رو چی من چک کنیم؟ پنج چی گفته؟ مرسی، اینو من بالا گفتم بهتون دیگه. به طور چی گفتیم؟ ناگهانی. به تدریج. به تدریج کم میشه یا ناگهانی؟ ناگهانی. پس این غلطه. اینو بالاتر من توضیح دادم، اینو خودم حواسم نبود زدیم درست. پس یادتون باشه به طور ناگهانی مقاومت صفر میشه. مرسی. اما اگه بگه به تدریج میشه غلط. اینو حواسمون باشه. خب برو بعدی. اینو جواب بدین. بگید جواباتون رو من بگید. خب مرسی. یک، نیم رسانه ها دماشون که زیاد میشه مقاومتشون کاهش پیدا میکنه. مقاومتشون کاهش. در برخی از مواد مانند جیوه و قل اینا ابر رسانه بودن، با جای خالی دما مقاومت ویژه به صفر نزدیک میشد. بچا دما رو کم میکردیم که یه دفعه مقاومت رسانه صفر میشد، بازم میشه کاهش. بازم میشه کاهش. پس یا یک باز یا دو. به طور تدریجی مقاومت صفر میشه یا ناگهانی؟ گفتیم ناگهانی. جواب گزینه یک تدریجی غلط. نیم رسانه ها دما زیاد چه ماهاتشون کم میشه، ابر رسانه ای با کاهش دما اتفاق میافتاد و به طور ناگهانی. تست 30 ثانیه بخون جوابتو، بعد از اینکه اعلام کردم بگو، همه نگاه کنن. خب جواب بدین. خب یه سری یکن، یه سری سن، یه سری دوان. ببین انگار تست چالشی تر شد از قبلی. اولا این پتانسیومتر بود یا رئوسا بود؟ اینجا اصلا آوردم اسمشو. پتانسیومتر تو کنکور اسمشو نمیذارن ها. این پتانسیومتره. این حالا کپی پیس بوده، اشتباه اومده دیگه. بنابراین رئوسا که نیست، پتانسیومتره. بعدش هم پتانسیومتر اگر لغزنده رو به سمت راست ببریم، ببین جریان ورودیش از اینجاست، بچه ورودیش اینجاست، باز یا خروجی از بیه یا خروجی از سیه. اگر خروجی از سی باشه شما لغزنده رو آدم حساب نکردید،
پس در بیشترین طولش قرار داره و تغییر لغزنده باعث تغییر در مقاومت نمیشه. ولی اینجا چون گفته کاهش یا افزایش، منظورش این بوده که خب اینجا نیست دیگه، چون اگه اینجا بود که زیادش میکردیم که تغییر نمیکرد، بعد یه ثابت میذاشت. یه بار دیگه میگم، اگر از سی خروجی بگیرید لغزنده در مدار نیست. اگر لغزنده در مدار نباشه چه اتفاقی میفته؟ تغییر مکان آن مقاومت را تغییر نمیدهد. تغییر مکان آن مقاومت را تغییر نمیدهد. تغییر مکان لغزنده اصلا مهم نیست، چون اصلا تحویلش نگرفتیم. اما اگر خروجی از اینجا باشه، لغزنده در مداره. خب این احتمالاً منظورش اینجا بوده، چون گفته یا افزایش یا کاهش. اگه میگفت ثابت میشد این. خب اگر اینجا باشه، شما اینو بچرخونی، طول روسا قبلا این بوده. وقتی بچرخونی طول روسا بیشتر میشه، پس به صورت ساعتگرد طول پتانسیومتر، من گفتم روسا ببخشید، طول پتانسیومتر بیشتر میشود. و اگر طول پتانسیومتر بیشتر شه، مقاومت هم بیشتر میشه. پس جواب میشه گزینه 3. جواب میشه گزینه 3. در جهت عقربه های ساعت بچرخیم، چون طول مسیرمون بیشتر میشه، طول پتانسیومتر هم بیشتر میشه. طول که بیشتر بشه، مقاومت پتانسیومتر افزایش پیدا میکنه. خیلی مهم شده. یه بار دیگه جمع‌بندی کنم. آقا در پتانسیومتر مثل روستا، یه دونه ورودی، دو تا خروجی. ورودی آه، خروجی یا میتونه از بی باشه یا از سی. اگر از بی بگیری، لغزنده تو مدار هست، تغییر مکانش واسه تغییر در مقاومت میشود. اگر از سی خروجی بگیرید، یعنی کل روسه یا پتانسیومترتون تو مدار هست، و اگر کلش تو مدار باشه، لغزنده دیگه اصلا مهم نیست، تو مدار نیست، تغییر مکانش هم باعث تغییر مقاومت نمیشه. اینجا چون ثابت نداره، معنیش اینه که اینجا خروجی گرفته. اگر به چار خونیمش، طولش بیشتر میشه، با افزایش طول مقاومت افزایش پیدا میکنه. خب آقا این در مورد روسا و پتانسیومتر. بریم سراغ رابطه R مساوی با رو ال آ. خب این چقدر سوال خوبیه. یه سوال تقریبا ترکیب شده با بحث پیچه ها توی مغناطیس، با اون ترکیبش کرده. بخونیمش. میگه پیچه شامل 200 دور، تعداد دورها رو بچه ها میگفتیم M، با مقاومت ویژه رو و قطر انقدر، این قطر سیمه، این قطر سیمه، به صورت یک لایه دور استوانه پیچیده شده. آقا یه استوانه داریم، دورش اومدیم یک پیچه رو چرخوندیم، انگار شده سیملوله دیگه ها، انگار شده سیملوله. میگه شعای خود استوانه، شعای استوانه 20 سانتی متر. مقاومت این سیم چقدره؟ خب آقا مقاومت چی بود؟ خب مقاومت دو تا فرمول داشت، یا وی آیون بود که رابطه مداری بود، یا رو ال آن بود. رو داره داد میزنه، رو داره داد میزنه که رابطه من رو ال آنه. رو رو که دارم، 2 ضرب در 10 به توان -7، طول رو ندارم. طول چی؟ این طول سیمه. طول سیمه از کجا بیارم؟ بچه طول این سیمه رو میخوام. یادتون باشه یه رابطه برای N تو مغناطیس گفتیم، بازم میگیم آقا یه سیم پیچ رو اگر باز کنیم، یه طول بزرگی دارد. اون طول بزرگ چجوری به دست میاد؟ میگم ببین، هر حلقه خودش اگه باز بشه یه طول سیمه. تو اگر 200 تا حلقه داری، یعنی 200 تا محیط سیم رو باید بذاری کنار هم تا طول سیمه به دست بیاد دیگه. 200 تا طول حلقه، حلقه ها طولشون چجوری به دست میاد؟ میگم ببین، این طول سیم، اینم طول حلقه، محیط حلقه دیگه، 2πr. اگر طول سیم رو، طول سیمی که داریم رو، به هر کدوم از اون محیط ها، به هر کدوم از اون سیم های کوچیکی که از یک حلقه به دست میاد تقسیم کنیم، خب تعداد حلقه هایی که تونستیم باهاش درستش کنیم رو میتونیم داشته باشیم. پس آقا تعداد حلقه ها همیشه طول سیم به روی 2πr. تعداد حلقه 200ه. الو من اینجا میخوام، الو اینجا میخوام 2π
دو پی آر چقدره؟ شعای حلقه ها، شعای حلقه ها یعنی شعای همین استوانه دیگه، 20 سانتی متر، 2/10. اینجا ال به دست میاد بچه ها، این توی ضربش میشه 4/10، توی 200 ضربش میشه 80 پی. 80 پی، بیا اینجا، این میشه 80 پی به روی مساحت خود سیم. این مساحت خود سیم، بعضی بچه ها میان مساحت حلقه رو میذارن، مساحت حلقه رو میخوایم که مقاومت یک سیم میشه مقاومت ویژه‌اش رو ال طول سیم به روی مساحت مقطع سیم. مساحت مقطع سیم ها که دایره‌ای بودن، پی آر دو. بچه ها قطر داده، قطر 2 میلیمتر باشه، شعاع 1 میلیمتره. شعاع 1 میلیمتره، 1 میلیمتر یعنی 1 ضرب در 10^-3 پی آر دو، پی آر دو، پی آر دو رو نوشتم، ولی حواسم هست که قطر 2ه. اگر قطر 2 میلیمتره شعای من 1 میلیمتره، میلیم یعنی 10^-3، میلیم یعنی 10^-3. خب اینا اگه با این خط بزنی بچه 2 ضرب در 80 کنم میشه 160، 10^-7 و مخرج ما میشه 10^-6. جواب این بره بالا میشه مثبت 6 پایین میشه 16 اوم. مقاومت این رسانه. یه سوال فوق العاده خوب و ترکیبی با بخش مغناطیس یه ذره، اینا رو بیشتر تو مغناطیس یاد گرفتیم، ولی خب توی مدار هم میبینیم به دردمون میخوره. اگر مقاومت یک سیم خواستیم بعد رو ال عام بنویسیم، اینجا گیرمون ال بود، نکته این شد تعداد حلقه ها میشه طول سیم به محیط یک حلقه، محیط یک حلقه. خب آقا بریم سراغ تست بعدی. دو رسانه فلزی از یک ماده ساخته شدن. بچه از یک ماده ساخته شدن یعنی رو ثابت، رو ثابت، طول یکسان هم دارن، ال ثابت. میگه رسانه آ یک سیم توپاره، بچه آ یک سیم توپار، رسانه آ، بی یک سیم توخالیه، بی یک سیم توخالی. خب اینم بی، میگه سیم بی که توخالیه قطر خارجیش، بچه قطر خارجی میشه بیرونی ترین قسمتش، بیرونی ترین قسمتش. بیرونی ترین قسمتش چقدره؟ گفته 4 میل و قطر داخلی 2 میل. 4 میل 2 میل و قطر داخل، خود قطر سیم آرام چند داده بود؟ کلا هم گفته 2 میل، اینم 2 میلیمتر. من شک کشیدم که ببینید. میگه اگر به یک اختلاف پتانسیل یکسان وصل کنیم، جریان عبوری از سیم آ چند برابر بیه؟ به اینا میگیم رابطه مقایسه. بچه من میخوام ببینم اگر این دوتا سیم، دوتا سیمی که طول یکسان دارن جفتشون مثلا از یک ماده مثل مس ساخته شدن، اگر بهشون یه ولتاژ، یه باتری وصل کنم، جریانی که از این رد میشه چند برابر اینه، یا برعکس آ چند برابر بی؟ خب من میرم سراغ رابطه ایران. وی مساوی بود با ایران، رابطه همون چی بود؟ رابطه همون این بود، وی برابر است با ایران. خب گفته جریان کی به کیو میخوام؟ آ به بی. بچه اگر آ به بی میخواد همه رو باید آ به بی بذاریم. جریان آ به بی رو خواسته، اینو خواسته. خودش گفته یک ولتاژ اعمال کردیم. بچه ها تو رابطه های مقایسه به سبک ما رابطه اصلی رو می‌نویسید، اونی که ثابته رو بذارید یک، اون که n برابر شده رو بزن n. کارت خیلی ساده میشه دیگه. بریم سراغ مقایسه نوشتن به سبک امتحان نهایی یا مدرسه یا نمیخوام. آقا ولتاژ یکسانه بذار یک، اصلا تو رابطه نیست. اگر میخوای ببینی این چه بلای سرش میاد بعد اینو داشته باشی. من بعد اینو اول حساب کنم. r چی بود؟ رو ال به روی آ، کی به کیو میخوام؟ آ به بی. اگر آ به بی میخوام همه رو چی بذارم؟ آ به بی، همه رو آ به بی بذارم. خب خودش من یه نگفته هم جنسن یک بذار، هم طولن یک بذار. پس مقاومت آ به بی میشه 1 به روی مساحتشون، یا بهتر بگم
اگر آر آ به آر بی میخوایم بعد بگیم مساحت بی به مساحت آ. سوال فوق العاده مهم، شبیه تمرین کتاب درسی آخر فصلتونه و فوق العاده مهم. آقا من مساحت بی رو میخوام. بچه ها بی مساحتش میشه اینجا که آشور میزنم. خب چی رو حساب کنم؟ دایره بیرونی رو حساب کنم، مساحت مقطع سیم دیگه. دایره بیرونی حساب کنم، منهای داخلی کن. یعنی پی شعاع خارجی به توان دو، شعاع داخلی به توان دو. برویه. من مساحت میخوام پی شعاع به توان دو. من برای اینکه شلوغ نشه این برو یه مقدار پاک کنم جا داشته باشم، بعدا دوباره این مقایسه رو اینجا می‌نویسیم. آقا من نسبت مساحت ها رو نوشتم تا بتونم نسبت مقاومت هامو به دست بیارم. خب پیا که خط میخورن، شعاع خارجی چنده؟ شعاع خارجی میگم این قطره، قطر چهاره، شعاع دو، هرچند به قطر میشه نوشته، این قطر دوه، شعاع یکه، اینم که قطر دو شعاع یکه. بچه چهار منهای یک بره یک میشه سه. حالا من میگم این سه، آی چی میشه؟ خب یک سوم. از اینجا آی به دست میاد، یک سوم. بچه این آی آببیه ها، نمیگه آی یک سوم آمپره، میگه جریان آ نسبت به بی شد یک سوم. پس یه بار دیگه اگر میخوایم یک ولتاژ اعمال کنیم، وی ثابت بذار یک، میخوام ببینم چه جریانی عبور میکنه. پس اول باید برم ببینم مقاومت ها چه نسبتی دارن. چون ال و رو یکسان دارن، میتونم از همون اول بگم آقا ال که یکسانه، رو هم که یکسانه، پس مقاومت با مسد رابطه عکس داره. مقاومت با مسد رابطه عکس داره. نکته اینه که در تو خالی ها، در تو خالی ها اگر میخوای مساحت قسمت هاشور خورده حساب کنی، یه بار پیاردو بیرونی بنویس، یه بار پیاردو داخلی، اینا رو از هم کم کن. اینا رو هم کم کنی میشه سه. بچه این سه باشه، این طبیعتا میشه یک سوم. چقدر سوال مهمه، اینم خیلی مهمه، اینم برسیم مهم. ببین من چی بهت بگم، تو جزوه نکته و تستمون یه جاهایی میرسه من بازم میگم مهم. ببین همش مهم ها. خب طبیعتا من دارم تیپ های مختلف رو از اول حل میکنم. دانش آموز صفر و صفر هم باشه باید بیاد اینا رو یاد بگیره که همه تیپ های سوال رو یاد گرفته باشه. الان سرعت کلاس هم یه ذره پایینه. چرا؟ چون جلسه اول خیلی از بچه ها جزوه همایشیار من یا جزوه پشتیبان من رو نخوندن. من بعدن که کلاس نکته و تستمون شروع شد، سرعتم از این چیزی که شما میبینید خیلی بیشتره. دلیلش هم اینه، میگم دانش آموز من رفته یه سری چیزایی که من تو اون جزوه پشتیبان نوشتم، تو فیلمای پشتیبان بهش ارائه کردم و خونده. پس اینجا دیگه من نمیام هی اینا رو توضیح بدم. اینا حواستون باشه، امروز کلاس ما سرعتش اونقدر بالا نیست، چون از همه جا ما بالاخره دانش آموز داریم. خیلیاتون شاید دانش آموز من نباشیم، من مجبورم اول یه مقدار توضیح بدم، ولی بعدا جزوه پشتیبانمو که بهتون بدم، فیلمای پشتیبانم که بهتون بدم، میدونم دانش آموز من رفته روابط اصلی خونده، یاد گرفته، من کارم ساده تره. این یه نکته. دومی که تو همینا وقتی من بعضیا رو میگم خیلی مهم، یعنی اینا احتمالی ترن، اینا احتمال اومدنشون بیشتر. نکته، اگر جرم یا حجم یک سیم ثابت مون، از رابطه مقایسه پیشرفته استفاده کن. یعنی چی؟ آقا ما دو تا رابطه مقایسه داریم. رابطه مقایسه عادی R رو ال آ مگه نبود؟ اگر من به شما بگم R با طول چه رابطه‌ای داره، میگی مستقیم. یعنی چی آقا رابطه مستقیم؟ منظورم اینه اگه طول 5 برابر کنی، اگر یه سیمی بری بخری که 5 برابر قبلی طول داشته باشه، مقاومتش هم 5 برابر میشه، چون رابطه مستقیمه. L 5 برابر شه، R 5 برابر میشه. آقا R با مساحت چه رابطه‌ای داره؟ رابطه عکس داره. منظور چیه؟ اگر مساحت یه سیم 2 برابر شه، مقاومتش بعد 1 دوم شه، رابطه عکسه. و شما میدونید که خود مساحت با شعاع به توان دو رابطه داشت یا با قطر به توان دو. اما رابطه پیشرفته این شکلی تناسبش رو من می‌نویسم. دیگه الان مساوی نذارم، تناسبش رو یه دفعه می‌نویسم. رابطه پیشرفته این کار انجام میدی. اگر بچه ها حجم یا جرم یکسان بود، میگی R متناسب با L2، یه توان دو بهم میدی، R متناسب با A2 یا R متناسب با شعاع به توان 4 یا قطر به توان 4. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اگر طول
یا ببخشید حجم یا جرم ثابت باشه، طول و مسار رابطه چون عکس اثبات داره، من نمیخوام اثباتشو دیگه الان باز کنم، بعدا تو اون جزوه پشتیبان در موردش حرف میزنم و شما فیلم رو نگاه میکنید متوجه میشید. ولی اینو بدونید در رابطه هایی که جرم یا حجم سیم تغییر نکرد، در مسائلی که جرم سیم تغییر نکرد، حجم سیم تغییر نکرد، میتونی از این رابطه پیشرفته بری، از این رابطه پیشرفته بری. خب حالا من اینو برای شما حل کنم، پاکش کنیم اینجا، اینو که نمیخواد. میگه سیم رسانه‌ای رو تحت کشش، آقا یه سیم داریم و هم داریم میبندیمش به یک سمتش، میبندیم به یک دیوار، یه سمت هم میکشیمش، تحت کشش طولش 20% زیاد میشه. 20% افزایش یعنی چی؟ خوب گوش کن. یک سوم از سوالات کنکور 98 شما ربط پیدا میکرد به درصد و نسبت. 1/30% از سوالات شما سوالایی بود که اگر کسی درصد و نسبت بلد نبود نمیتونه حل کنه. آقا خیلی مد شده، چند ساله داره تو کنکور بیشتر میشه حجمش، امسال هم قطعا دارید. من میگم 120% میشه دیگه، 20% میشه 120%، 120% یعنی 120 صدم، یعنی 1.2 برابر شده. میگم تبدیل درصد نسبت. میگه مقاومت ها چند درصد تغییر کرده؟ آقا یه سیمو بکشیم جرمش زیاد میشه؟ نه. حجمش زیاد میشه؟ نه. تا دیدی جرم زیاده، آقا الو دستکاری کرده، آر با L2 متناسبه، ال چند برابر شده؟ 1.2 برابر. به توان دو برسون، 1.44 برابر. اگر 1.44 برابر شده یعنی 44% افزایش. آقا من نتونستم ذهنی بگم، چیکار کنم؟ بگو درصد میشه نسبت منهای 1 ضرب درصد، این میشه 44%. رابطه درصد و نسبت، برای تبدیل درصد به نسبت و نسبت به درصد با این برید، درصد میشه نسبت منهای 1 ضرب درصد. آقا تو اول بفهم این چند برابر شده، بعد بذار تو این رابطه درصدش رو بگو. یه بار دیگه یه سیمو بکشیم، سریع تو سر جلسه کنکور میگه آهان این از همون تیپاییه که جرم و حجمش تغییر نمیکنه، از همونه که کرمی گفته با رابطه پیشرفته برو. یعنی دیگه نگو آر متناسب با ال، بگو آر متناسب با L2. 120% شده، 120% یعنی 1.2 برابر. 1.2 برابر به توان 2 1.44. 1.44 دیگه از ذهنی بگی 44% زیاد نمیتونی، بگو درصد میشه نسبت منهای 1 ضرب درصد. اینو تو کلاسه خودم زیاد گفتم، بچه‌ای که نبودنم الان یاد میگیرن ضرب درصد. خب اینم از این تست، یه رابطه مقایسه پیشرفته. یکی دیگه هم حل کنی، برای دو تا سیم هم میتونی، میتونی برای دو تا سیم به شرطی میتونی از این رابطه پیشرفته استفاده کنی که هم جرم و هم جنس باشند، که هستن. تا جرم رو دیدی برابر بگو رابطه پیشرفته، رابطه پیشرفته. میگه طول آ، دو تا سیم داریم که هم جنس و هم جرمن، رابطه پیشرفته. سیم آ 2 برابر سیم بی طول داره، مقاومتش هم برابره، آر متناسب بود با L2 تو رابطه پیشرفته. آقا چرا داری وای میری؟ چون جرم ثابته. کی به کیو خاصه؟ آ به بی. فهم چی بذار؟ آ به بی بذار. طول آ چند برابره بیه؟ 2 برابر. 2/2 = 4. 2/2 = 4. دیگه برم رابطه چگالی ها رو بنویسم. دیدین بعضی از کتاب تست رو که میرید نگاه میکنید، اینا رو با چگالی و با اون رابطه حجم، حجم میشه آزب در ال، با اونا میرن حل میکنن. نمیخواد، نمیخواد. تا دیدی جرم و حجم ثابتن، برای دو تا سیم هم میتونی با رابطه پیشرفته حل کنی. طول آ 2 برابر بیه، 2/2 میشه 4. گوش کن، یه سبک دیگه این تست اومد تو کنکور سال 95، کنکور خارج ریاضی و 96 تو داخل. خب یه سبک دیگه این تست، چه سبکی هست این تست؟ گوش کن، تو بعضی از سوالات
مقاومت ویژه میان چگالی هم میدن، مقاومت ویژه هم میدن. آقا اگر سوال مربوط میشد به چگالی و مقاومت ویژه، هم توی فیزیک دهم چگالی رو با رو نشون میدادیم، هم توی یازدهم مقاومت ویژه رو با رو نشون میدیم. برای اینکه اشتباه نشه میگم چون مربوط به مقاومته اینو رو بگیم، اینو بگیم رو پریم. این مهمون ناخونده این فصل دیگه، ما که در مورد مقاومت داریم حرف میزنیم، پس اینو تحویل میگیریم رو، اونو میذاریم رو پریم. یه رابطه من بهتون یاد میدم، مقاومت اگر مسائل رو و رو پریم داشتید با این رابطه میرید، میشه رو رو پریم ال دو امو. این دقیقا رابطه بود که هم تست 95 حل میکنه هم 96، اما این تست رو حل نمیکنه، تا حالا هم تو کنکور نیومده. اینه که نکته تست مهم میشه دیگه. بفرمایید. ببین من رفتم بررسی کردم، 95 اومده، 96 نه اومده، با اینم حل میشه، این سوال با این حل نمیشه. چرا؟ گوش کن. میگه با 20 کیلوگرم امو داده، از یک رسانا با این چگالی و با این مقاومت ویژه یک سیمی با سطح مقطع انقدر ساختیم، مقاومت چقدره؟ الو داده یا آرو داده؟ آ داده. این چیه؟ اله. اگه میگفت یک سیمی با طول 2 متر ساختیم تموم بود، رو رو پریم ام ال تموم، یه جایگذاری بود گلابی. بچه ها اینجا به جای اینکه ال بهت بدم آ دادم. تو کتابای بقیه کتاب تست بعضیاشون اومده اینو گفتن، ولی تا حالا با این کسی حل نکرده. بزن احتمالی 99 دیگه، بزن احتمالی 99 دیگه. چیکار کنیم؟ رابطه عادی براش میتونم یه رابطه دیگه هم بگم، آ یادت میره، یادت میره، نمیخوام. همینو بلد باش. اگر مثل 95-96 اومد که من تو آزمونه جامعه هم از اون میذارم برات، یه سه بچه ممکنه بگه آقا چرا از اون برام نذاشتی؟ بچه من همه یه تستا رو اگه بخوام اینجا بذارم که شما دیگه نمیتونی، من دارم احتمالیا رو میذارم. پس اونه که تو 95-96 اومدن برات مرور میکنم. کجا مرور میکنم؟ تو اون آزمون مبحثیه. قطعا تو اون آزمونه مبحثی یکی از اینا برات میذارم که بری اینم بزنی، که بری اینم یاد بگیری. یا تو همون تو جزء پشتیبانم در مورد این حرف زدم براتون، یعنی اونم بری فیلمشو نگاه کنی اینو میبینی. ولی اینجا تو کلاس نکته تست خودم دیگه نمیام تکراری حل کنم، میام احتمالیه رو میگم. احتمالی 99 آقا ما ساعت داده چیکار کنم؟ خب میگم وقتی چگالی داری، جرم داری، تو میتونی بری رابطه چگالی بنویسی. چگالی میشد جرم حجمی. حجم یک سیم چی حساب میشه؟ خب سیم ها شکل هندسیشون استوانه است. مساحت استوانه، حجم استوانه چی میشه؟ مساحت مقطع ضرب در ارتفاع دیگه، آل ام. چرا اینو نوشتی کرمی؟ مگه مقاومت نخواسته؟ مقاومت مگه رو ال آم نیست؟ رو رو داری؟ بله. آ رو داری؟ بله. الو نداری؟ خب الو اینجا به دست میاری. نکته گزینه های هم قیافه. بچه که تو کلاس خودم بودن میدونم، یه بار دیگه توضیح میدم برای بچه مهمان. هم قیافه یعنی چی؟ یه بار گزینه هاتو میبینی، 2 1 8 5 گزینه ها هم قیافه نیستن. هم قیافه نباشن چی کار میتونیم بکنیم؟ اگر هم قیافه نباشن خوش به حالمونه، میتونیم تبدیل واحد دیگه نکنیم، تازه اعداد رو هر طور که حال کردیم بذاریم. یعنی چی آقا؟ هم قیافگی رو توضیح بده. میگم 2 داشته باشی 200 هم داشته باشی. تو گزینه ها داریم مشابهشون، 2 داشته باشم 200 داشته باشم، 20 داشته باشم 2000 داشته باشم، هم قیافه باشن قیافشون شبیه هم باشه. ندارم. اگر 8 دارم 880 8دهم 8000 هم داشته باشم، ندارم. نیم 500 5000م 5000 5 میلیون ندارم، هم قیافه نیستن، خوش به حالمه، تبدیل واحد نمی کنم. رو پریم چگالیه؟ چگالی چنده؟ 8000 از نظر من 8ه. جرم چنده؟ 20 از نظر من 2ه. مساحت چنده؟ 5 میلی متر. باید ضرب در تا منفی 6 کنم، نمیخوام، هم قیافه نیستن. اینجا ال میارم بالا، 8 رو میارم پایین، ال میشه 1/20. بیا اینجا رو چقدره چگالی مقاومت ویژه؟ 2 ضرب در تا منفی 8 چه خبره؟ 2 از نظر من. ال چقدره؟ 1/20 از نظر من، 1/20 از نظر من. آ چقدره؟ 5. آ چقدره؟ 5. بچه 20 تو 5 ضرب شه میشه 100، 2 ضرب در 100 100 میشه 200. 200 انتظار نداشته باش تو گزینه باشه، ولی هم قیافش هست. تنها گزینه ای که
هم قیافه 200 گزینه یک دیگه، گزینه یک دیگه. به 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 به. آقا این سوال تا حالا تو کنکور نیومده، با مساحتش رو من تو کلاس ضمن سالم هم حل نکردم، با این دو سه تا تو کلاس ضمن سال حل کردیم، تو کنکور هم اومده، تو یک جزوه همایشیارتون هم قطعا اینو میبینید، اما این تو کلاسمون حل شد. نکته یاد گرفتیم، اگر گزینه ها هم قیافه نباشند تبدیل واحد نکن، تازه اعداد رو هر تو که حل کردی بذار. خب یه بار دیگه بچه ها گفتن توضیح بدید، یه بار دیگه توضیح میدم. آقا بعضی از تست های 11 مدارش قسمت مقاومت ویژه و محاسبه مقاومت ترکیب میشه با چگالی. اگر ال داد رابطه سریعش اینه، رو رو پریم ال دو امو، با این برید. من از این برای شما هم آزمون میزنم بعد از در واقع همایشمون، هم تو جزوه پشتیبانم از این براتون حل میکنم، چون تو کنکور اومده از نظر من این دیگه منقضیه. نمیگم دیگه نمیاد، خب دانش آموز دیده، به چشمش دیده. من باید تو نکته و تست اون چیزایی که ندیده هم بهشون نشون بدم. من اومدم تو نکته و تست این دفعه به جای اینکه ال بدم، که دانش آموز همه رو داشت دیگه، رو پریمو داشت، چگالی رو داشت، رو داشت، الم میدادم، امم که داده بودم، خب گلابی جایگذاری میکرد، مقاومت رو به دست میآورد. اومدم به جای اینکه ال بدم آ دادم. خب دیگه باید به روش عادی بریم. روش عادی یعنی چی؟ یعنی یه زحمت بکشی، یه بار رابطه چگالی رو بنویس، برو ال به دست بیار. ال که به دست آوردی بذار اینجا. اما تا گزینه هامو دیدم، دیدم آقا هم قیافه نیستن. من 2 دارم، 1 دارم، 8 دارم، 5. هم قیافگی یعنی چی؟ یعنی اگه یک داری 10 هم داشته باشی تو گزینه ها، 1000 داشته باشی. هم قیافه این یکی دیگه هم داشته باشی که نداریم. اگر هم قیافه نباشن تبدیل واحد لازم نیست. اولا رو شد ام به روی وی، حجم یک سیم چجوری حساب میشه؟ آ ضرب در ال. حالا رو چقدره؟ 8000. تو چند بذار؟ 8. چرا هم قیافه نیست؟ جم چنده؟ 20 کیلوگرم، من 2 گذاشتم. آ چنده؟ 5. بعد تبدیل واحد میکنم، نمیخواد. ال الو به دست آوردم، شد 1/20. آر چی بود؟ رو ال آم، رو رو دارم، بله، محط ویژه رسانا، 2 ضرب در منفی 8، نمیخوام. 2 تبدیل واحد لازم نیست. ال چقدره؟ 1/20. آ چقدره؟ 5. تبدیل واحد نمیخواد. 1/20 بری 5 میشه 1/100. 2/100، 2/100 تو گزینه قطعا نیست، انتظاری هم نداریم باشه، چون ما یه تکنیک استفاده برای یه روش استفاده کردیم که سریعتر جواب بدیم. بنابراین میرم گزینه چند میزنم، 1 جواب میدم. خب آقا ما مبحث بعدمون اتصال موعطاست که میمونه. تحت تست زدیم 3-4 تا مثال حل کردیم، بد نبود برای امروز. بچه امروز جلسه صفر من بود، جلسه ای که من فقط میخواستم یک جزوه همایشیار یا پشتیبانم رو بهتون معرفی کنم، خدمات کلاس نکته و تست خودم رو بهتون بگم و یه فصل سبک، بخش یه فصل مهم مثل مدار رو شروع کنیم و ادامهش حالا نمیگم این درس و این قسمت رو درس نمیدم، ولی تو همون کلاس خودمون تو تره درس خودمونی بخش رو دوباره میگم که حالا جزوهش جلوتون باشه و شما هم بنویسین. این فصل تقریبا 30 تا تست داره که من 10 تاش رو الان تو 1 ساعت و نیم برای شما حل کردم، هرچند که کلاس نکته و تست خودمون سرعتمون بیشتر میشه، به خاطر اینکه دیگه انتظار اینه که تو رفته باشی اون جزوه پشتیبان رو خونده باشی، فیلمای آموزشیش رو دیده باشی و سر کلاس نشسته باشی. ما تاریخ‌های همایش و نکته و تست رو بهتون اعلام می‌کنیم. من تاریخ ندادم ولی طرح درس‌ها رو دادم. 12 جلسه است، 11 تاش برای تجربی است. یه جلسه آخر مباحث ویژه رشته ریاضی که من به طور خاص اون مباحث ویژه رشته ریاضی تو اون جلسه آخر درس میدم. بنابراین بچه ریاضی با خیال راحت ثبت نام کنن، چون مباحث مختص اونا رو هم تو 3 ساعت کامل من بهشون درس میدم، جای نگرانی نیست. به اضافه این که بعد از امتحاناتون شروع میشه، خیلی بچه ها میپرسن آقا وسط امتحانا نباشه؟ نه، برنامه ریزی اینجوری بوده که بعد از آخرین امتحانتون تو تیر ماه
نکته تست ما شروع میشه، احتمالاً هفته دو جلسه کلاس 3 ساعته داشته باشیم، 36 ساعت آموزشی ناب، و بهتونم بگم برای انتخاب تک تک تستاش کار شده، فکر شده، و هولش 250 تا 300 تومن تست میکنم تو این 12 جلسه براتون بتونم حل کنم، که قطعاً فکر میکنم همون رو فقط یاد بگیرید بالای قطعاً 70-80% تو کنکور میتونید جواب بدید. مشابهت های پارسالمون هم اینو داره تایید میکنه. من کامنتاتون رو یه نگاه کنم و ببینم اگه سوالی دارین جواب بدم. خسته نباشین بچه ها، خسته نباشین. مرسی مرسی، خسته نباشین. آقای مجیدی هم توی کلاسمون هست. آقای مجیدی چاکریم، خسته نباشین. خب قربون شما بچه ها، مراقب خودتون باشین. پیگیر در واقع ثبت نامتون از همون آموزشگاه‌های خودتون باشین. مراحل ثبت نام و اون در واقع مبانی ثبت نام و مبادی ثبت نام رو همیشه گفتیم که آموزشگاه و مراکزی هستن که با من درس داشتین، کاراتون اونجا جلو ببرید. هر اترسانی لازم باشه من حتما بهتون اطلاع میدم، و امیدوارم که از هفته بعد که امتحاناتون شروع میشه بتونید خیلی خوب و با قدرت امتحاناتو ببرید جلو، نمره خیلی خوب بگیرید و ان